ساخت حجممون ساپورتر هم مدل کنیم و مثل همون انجام بدیم. حتما، بله، حتما. اینکه سیلک ورم تا حدی که من میدونم، من چند سال پیش نگاش کرده بودم، جی کد مخصوص پرینتر میداد و یه پلاگین به صورت کلی مثلا جی کد نمیدونم میلینگ ماشینم بده و این حرفا نبود، ولی الان جدیدا هم ازش خبر همینطوره. ندارم. اوکی، به نظر من انقدر کار راحتی هستش که خودتون میتونید از گراسپر خودتون اون خط به خط دیتا ها رو تولید بکنید و لزومی نداره که از سیلک فورم استفاده بکنید. ولی به هر حال سیلک فورم من نگاه نکردم، نمیدونم خوبه یا بده، ولی برای اینکه ساپورت جنریت بکنی طبیعتا طبق همون حرفایی که زده شد میتونی نواحی که زاویه منفی داره رو پیدا کنید، اون زیر یه جیومتری اضافه بکنید، بعدا دوباره با خط زدن و این حرفا. یه نفر عکس من رو ارچی فرستاده، یعنی نخیر، بعد دوباره همونو کانتورش میزنین و جیکورد تو جاییت میکنین، یعنی ساپورت گذاشتن رو باید خودتون به عنوان جیومتری ایجاد بکنید. مرسی ممنون. قربان شما. کیه که سپیده is recording the call؟ برای چی داری کال رو ریکورد میکنی سپیده؟ سلام، ببخشید. جلسات رو بخاطر که بچه ها دسترسی داشته باشن، اگر که موردی داره من استاپ کنم. نه اوکی، اگه خواستم جایش رو قطع کنید بهتون میگم قطع کنید. بله حتما. امکانش اصلا من یه سوال بپرسم از شما؟ آره بفرمایید. در مورد الگوریتم ژنتیک که صحبت کردیم، قبل از اینکه پروتوتایپش توی مرحله نهایی انتخاب بشه، ما بین اون مرحله دیولوپ و ایجاد پروتوتایپمون یه مرحله باید تعیین کنیم که مثلا یه معیار باشه واسه انتخاب جوابمون، یعنی انتخاب جواب نهایی؟ ببین، این امروز کلا میخوام راجع به همین الگوریتم های فرا ابتکاری، الگوریتم های ژنتیک و الگوریتم های تکوینی صحبت کنم. اگر اجازه بدین من محتوای این جلسه رو ارائه بدم، آخر جلسه اگر این سوال برطرف نشده بود مجدد در خدمت هست. ممنون، مرسی. خب یه لحظه من فقط لیست بچه‌ها رو ببینم. بسیار خوب، سلام اردشیر. بچه ها یه سوالی راجع به سیلک ورم داشتم. تو صدای منو داری؟ تو تا حالا جیکودو از سیلک ورم گرفتی؟ پلاگین گراسهاپر. یاد یاد رو گرز آفر چی؟ استندالون استفاده کردیم. لازم جو کلیزی هستی تارم پشت هم داره میاد. من یه مقدار فکر کنم صدات قطع هست شده، میتونی یه بار دیگه بگو؟ پلاگین هایی که رو گراسهاپر هست برای درست کردن جی کد و کلا پلاگین هایی که نقشن نرم افزار روز به روز هم داره بیشتر میشه کار، ولی خب یک تسلط نظر این که کاستومیزیشن میخواد بکنیم که باید یکم به طرفی استندالون مثل کورا و سیمپلیفای و اینجور چیزا کار هنوز خیلی راحت تره و فعلا با همینه جلو میریم، ولی خب این پلاگین ها هم هستن. من خودم تا حالا استفاده نکردم، ولی فکر میکنم بتونیم تا هفته دیگه نگاهی بهشون بندازیم و بیشتر در موردشون صحبت کنیم. آره اوکی، این هم چیزی بودش که من گفتم احتمالا کاستومایز نمیشن، خیلی راحت تره که خودتون از گراسهاپر تولید کنید. سوال دوم هم این بودش که ما اگه میخوایم خودمون تو گراسهاپر تولید بکنیم جی کدو، ساپورت رو به چشم جیومتری برخورد بکنیم، که اونم گفتم که بله میتونین نواحی پرخطرش رو، نواحی اوورهنگش رو بگیرین و اونجا جیومتری رو تولید کنید، بعد حالا کات میزنید و هر روشی اون تراجکتوری رو در میارین از اینجا بعد رو ادامه بدید. اگه میخوای چیزی اضافه بکنی به اضافه بکن.
آره تو بحث ساپورت ها میخواستم اتفاقا حالا مفصل تر جلسه صحبت میکنیم. بحث ساپورت اینطوریه که همینطوریش هم حتی تو نرم افزارهای خیلی حرفه‌ای تر و خیلی کامل تر 3D پرینتینگ هم که استفاده میکنیم، ساپورتی که خود نرم افزار میذاره صرفا یه چیز دم دستیه، صرفا برای اینه که در ابتدایی ترین حالت و غیر بهینه ترین حالت یه جورایی یک ساپورتی بذاره که فقط پرینت قابل انجام بشه. پرینت وقتی بزرگ میشه، وقتی پیچیده میشه، یا کلا اگه خیلی کیفیت ترتمیزی هم بخواین، معمولا اینطوریه که خودتون ساپورت رو طراحی میکنین. برای اینکه ساپورت طراحی کردن هم الزاما اینطوری نیست که همینطوری یک سری ستون رو زیر بزنیم یا یک حجمی رو زیر پرینت کنیم. شما میتونید ساپورت رو خودتون طراحی کنید و مثلا طراحیش خیلی پیچیده میشه. میتونید یک سازه درختی طراحی کنین، یا میتونیم یه مثلا گرید خیلی عجیب غریبی در با توجه به چیزی که میخواین طراحی کنین که متریال کمتر ببره، یا مثلا کمترین سطح تماس با سطوحی که میخواین در تمیز در بیان داشته باشه. یعنی همینطوریش هم که از نرم افزارهای حرفه‌ای استفاده میکنیم، خیلی وقتا ساپورت خودمون طراحی میکنیم، حداقل وقتی که برامون مهم باشه که چه اتفاقی داره پرینت بیفته، چقدر متریال مصرف میکنیم. ولی خب کلن ساپورت، حالا نه اینکه به همین سادگی این که یک سری ساپورت طراحی کنیم تو کار و کار مرج کنیم با حجممون، چون بعد ساپورت ها خیلی محکم میچسبن به کار و جدا کردنشون تقریبا غیر ممکن میشه. یه سری تریک هایی داره و بالاخره یه سری تکنیک هایی داره که معمولا ساپورت رو به عنوان جیومتری جداگونه طراحی میکنیم، ولی خب موقع اسلایس کردن اینا رو در واقع با هم به 3D پرینتر میدیم. بعدن این که چه کار کنیم که نچسبه و راحت تر بتونیم جداش کنیم از خود خطه اصلی پرینت شده و اینا، هم تکنیکای خودشو داره. لایه آخر رو حذف کنیم، لایه اول حذف کنیم، مفصلا بعدن در موردشون صحبت خواهیم کرد. ولی خب آره بحث ساپورت ها کلا دستی طراحی کردنش کار خیلی رایجی. بسیار عالی. تمامه؟ خب اوکی بچه، خیلی سریع بریم سراغ بحث اپتیمیزیشن. منتها دقت کنید که اپتیمیزیشن حوزه هستش که خیلی خیلی قدیمیه، قبل اینکه طبق معمول قبل اینکه دست معمارا برسه. خیلی حوزه های دیگه ای از کامپیوتر ساینس یا از ریاضیات کاربردی و علوم هوانوردی و غیره و غیره از این تکنیک ها استفاده می کردن. بنابراین اون چیزی که من امروز ارائه میدم یک رویکرد کاربردی به بحث اپتیمیزیشن هستش. در واقع لیست الگوریتم های ممکن برای این کار بالای 100 تا الگوریتمه که خب بعضیاش میگم از حوزه معماری خارجه، مثلا برای مسائل معماری کاربرد خاصی ندارن، برای مسائل طراحی. بنابراین میخوایم که معروف هندزانی داشته باشیم، میخواییم ببینیم که کلن اپتیمیزیشن چیه و یه سری تقسیم بندی هم که ارائه میدم بهتون گفتم اینا تقسیم بندی نیستن که مثلا یک کسی که اپتیمیزیشن در حوزه مکانیک میکنه، اپتیمیزیشن برای ساخت موشک میکنه، این تقسیم بندی رو به همین شکل قبول داشته باشه. من در واقع دارم برای بحث دیزاین مطرح میکنم. خب الان دوستان اسکرین منو دارین؟ میکروفونم به همین جوری وسط صحبت منم میکروفون روشن کنید و حرفتون رو بزنید، اوکی؟ چون دیگه من دارم اسکرین منو نگاه میکنم. خب ببینید، به بیان کلی اپتیمیزیشن طبق تعریف دقیق ریاضی یعنی پیدا کردن مینیمم یک تابع. خب اپتیمیزیشن یعنی همین، پیدا کردن مینیمم عمومی یک تابع. حالا چرا اصلا پیدا کردن مینیمم برای من کار با ارزشیه؟ در واقع مثالی میتونیم با هم دیگه بزنیم که در خلال این الگوریتمی که با هم بررسی میکنیم باهاش پیش بریم. اسکرین شات ها رو میگیرین برای چی؟ برای اینکه بعداً داشته باشین؟ چیه داستان؟ سری اسکرین شات برای خود من میفرست تو چت میذارین؟ اه...
اوکی اوکی خب ببین مثال اینجوریه، شما یه جایی توی قله واستادین خب، و میخوایم که گفتیم دنبال چیم؟ گفتیم دنبال مینیموم عمومی این تابه ایم. یعنی که پایین قله دقیقا جایی که پایین ترین نقطه قله است. بعد اینجا مه، من نمیدونم که این دورم رو نگاه بکنم، نمیدونم چه وری برم، میرسم به پایین قله، یه ذره اینجوری میرم، بعد میبینم که نه بد شد، بیام این برتر، بیام این برتر، بیام این برتر. پس هدف کلن اینه که من میخوام از این کوه بیام پایین. خب من کل کوه رو نمیشناسم، من نقشه یه کوه رو ندارم، من یه جایی از کوه واستادم، به هم گفتن که باید بری پایین ترین نقطه این کوه رو پیدا کنی. پایین ترین نقطه کوه یعنی اون جایی که سلوشن بهینه وجود داره. مثلا من از بین نمیدونم، حالا مثال های مختلفی میتونم براتون مطرح کنم، بذارین مثلا این مثال اپتیمیزیشنی چی بزنیم، نمیدونم، فرض کنید الان مثال من در آوردیه، ممکنه حالا ارزش واقعی علمی نداشته باشه. مثلا فرض کنید اینجا فشار باد لاستیکه، خب بعد اینجا عرض لاستیکه، خب بعد من عرض لاستیک ماشینه. خب مثلا میگیم که اگه باد لاستیک رو بزنیم 2 اتمسفر و عرضش 50 سانتی متر باشه، این 1 سال عمر میکنه، بعدا میتره که. اگه فشار باد رو بذاریم 2.1 اتمسفر، عرضش رو مثلا بذاریم 60، مثلا 3 سال میره، بعد میتره که. اگه فشار رو بذاریم 2.1 ولی عرض لاستیک رو نمیدونم مثلا بذاریم یه چیز دیگه ای، مثلا 3 سال عمر میکنه. بنابراین همیشه وقتی که پارامترهای مسئله رو شما نگاه کنید، مثلا توی این مثال خاص ما یه فشار باد لاستیک داریم، عرض لاستیک داریم، هدف اینه که ما یک فشار باد و عرض اپتیموم پیدا کنیم که لاستیک عمرش بیشتر باشه، دیرتر بهتره که. خب بنابراین وقتی که فشارهای باد مختلف رو مپ میکنید و عرض لاستیک رو هم مپ میکنید، و بعد عمر لاستیک رو اندازه گیری میکنید، یک تابعی شکل میگیره. این تابعه در واقع نمیتونه 2 بعدی باشه، معمولا با 2 تا پارامتر، ببخشید، معمولا با 2 تا پارامتر یه شکل 3 بعدی مثل اینا پیدا میکنه. خب مثلا اینو نگاه بکنید، ببین فرض کن این ها مثالیه که زدم، اینجا مثلا این به اتمسفر فشاره، فرض کنید اینجا به اتمسفر این فشار باد لاستیکه و اینم مثلا ارزش به متر مثلا. خب بعد به یه لاستیکی که یک اتمسفر بادش بزنید و ارزش مثلا 20 باشه، بعد 6 ماه ترکید. یه لاستیک نمیدونم 2 اتمسفری با عرض 20 مثلا بعد انقدر ترکید. خب در واقع شما اینجا دنبال یا بیشترین عمر لاستیکین، یا مثلا چه بدم تو سازه دنبال کمترین دفلکشنین. خب همیشه یا یه چیزی رو میخوایم زیاد زیادش رو پیدا کنیم، یا یه چیزی رو میخوایم کم کمش رو پیدا کنیم. این اشتباه زبان فارسی که من دنبال مقدار اپتیمومم، طبق تعریف کسی که میخواد این کار انجام بده، اپتیموم یعنی یا مینیموم یا ماکسیموم. خب معمولا هم همیشه مینیموم تابع رو میخواد پیدا کنن. اگه چیزی رو بخوام ماکسیمومش رو پیدا کنن، خب در واقع یه منفی توی یه تابع فیک ضرب کنید میاد پایین نمودار دیگه. یعنی منفیش رو اگه ماکسیمومش رو پیدا کنید، انگار خودش رو مینیمومش رو پیدا کردید. خب بنابراین طبق تعریف ما با یک شکلی مواجهیم که ناشی از اینه که پارامترهای مختلف نتیجه های مختلف دارن ارائه میدن. هدف ما در بهینه‌سازی اینه که پایین ترین قسمت اون شکل رو پیدا کنیم، پایین ترین قسمت اون تابه رو پیدا کنیم. سوالی که یه ذره خیلی واضح امیدوارم اشتباه نشه اینه که این شکل رو ما از اول نمیدونیم چه شکلیه ها، وگرنه بدیهیه که اگه شکل رو خب بدونم، اگه بدونم یه نموداری دارم که این شکلیه، خب این که سوالی نداره، این چیزش اینجاست، این مینیممش اینجاست. من الان مثلا
یه تابه دارم، یه چند جمله ای توان 3 دارم، مثلا AX3 به اضافه 2X2. حالا من دیگه دارم میگم چیز سر میرسه، مثلا فرض کنید اینه. خب این معلومه یه مینیموم موضعی اینجا داره، بسته به دامنه ممکنه یه مینیموم قطعی هم اینجا داشته باشه، ولی حالا فعلا همین مینیموم موضعی نگاه کنید. شما نمیتونید بگید من دارم میبینم مینیموم موضعی وقتی که تاب مپ میشه. شما الان وقتی یه فرمولی رو مینویسین میخواین به گراساپر نشونش بدین، شما میایین 100 تا نقطه شو مثلا ارزیابی میکنین، مثلا میگی این تاب توی این نقطه این شد، توی این نقطه این شد، بعد میان یابی میکنید اینا رو به هم دیگه وصل میکنید. خب این دقیقا همون کاریه که خیلی زمان بر و پروسسینگ تایم بر هست، یعنی کاریه که از نظر حجم محاسباتی زیاده و از نظر زمان زیاده. توی این مثال چیزی طول نمیکشه، شما یه تابه داری x2 رو میندازی توش y در میاد، x3 رو میندازی توش y در میاد، ولی که توی این تابه ما یه آنالیز سازه و یه آنالیز انرژی هم داشتیم که اون 3 روز طول میکشید، اون 7 روز طول میکشید، دیگه کسی نمیاد بگه که خب بیاین آقا کل تابه رو مپ بکنیم بعد نگاه کنیم ببینیم کجاش مینیمم شد. ما تمام داستانی که نمیتونیم کل تابه رو مپ بکنیم، میخوایم با تعداد حدس‌های کمتر متوجه بشیم که مینیمم عمومی این تابه کجا هستش. اگه تا اینجا مشکلی ندارین، سوالی فرمایشی نیست، من ادامه بدم. فهمیدین بین اپتیمیزیشن و پیدا کردن مینیموم یک تابه چه ربطی وجود داره؟ سکوت، یکی بگه بله بله سوال. اوکی بریم بریم بریم. نفر داره چیزی تایپ میکنه، منتظرم ببینم سواله. یا حالا اگه سوال بود اردشیر لطف میکنه میکروفون روشن میکنه به من میرسونه، من میرم سر ادامه ارائه. خب ببینید، اولین چیزی که به نظرش رسید این gradient descent، gradient به معنی تدریجی، البته یه مفهوم ریاضی پشتشه به اسم مفهوم gradient، و descent یعنی پایین اومدن دیگه. این اولین راهیه که به ذهن همه رسید. اینجوری بودش که گفتن آقا خب تو کوه گیر کردی، بعد مه هم گرفته، پایین رو نمیبینی، نمیدونی که چی کار باید بکنی، تو بیا هر جایی که وامیستی، هر جایی که واستادی، یه اپسیلون دست راستت، یه اپسیلون دست چپت، یه اپسیلون جلوت، یه اپسیلون عقبت رو نگاه کن. یعنی به صورت دیفرانسیلی نگاه بکنین، یه ذره جلو، یه ذره راست، یه ذره عقب، همون جایی که میبینی رو نگاه کن. هر کدوم داره میره به سمت پایین، اون ور رو برو. مثلا اینجا میدید که آقا جلو خوبه، جلو داره میره پایین، میومد اینجا وامیسته، دوباره اطرافش رو نگاه میکنه، دوباره نگاه میکنه. این مفهوم در واقع همون مشتق گرفتن یا گرادیانت گرفتن و فالو کردن راستای اون مشتقه. در واقع اگر شما بیاین اینجا نگاه بکنین، من اگر همچین نموداری داشته باشم و کل نمودار رو باز چند باره یادآوری میکنم که کل نمودار نمیدونیم چه شکلیه، ما فقط اونجایی که هستی رو میتونیم نگاه کنیم. من اینجا واستادم، مشتق اگر بگیرید از یه چیز درجه دو میشه یه وکتور درجه یک، یعنی از این مشتق بگیرم اینو بهم میده. خب این دقیقه همون راستای نزول از کوه، راستایی که باید بیام پایین. یه ذره رو این مشتق تکون میخورم، بیام اینجا دوباره مشتق میگیرم، دوباره مشتق میگیرم، دیگه جایی که مشتق صفر بشه، یعنی یادتون هست اکستریمومه یا مینیمومه یا ماکسیمومه. البته اینجا یک خطری که وجود داره اینی که کوه شما این شکلیه، شما از جا میای پایین میای پایین میای پایین، مشتق یه لحظه اینجا صفر میشه، شما تو مینیمم موضعی گیر افتادی اصطلاحا، ولی در واقع تو مینیمم عمومی نیستی، باید دوباره حرکت بکنی. بنابراین حالا جلوتر که میبینیم بعضی از این الگوریتما برای اینکه در دام مینیمم موضعی نیفتن یه سری راههای پیدا میکنن، ولی این پدر بزرگه رو یاد بگیرین، این جد الگوریتمای بهینه‌یابی اینجوری بوده که مقدار تابه رو در یک جایی پیدا میکردن، بعد یه اپسیلون تکون میخوردن، دوباره میدن اوضاع چه خبره، یه اپسیلون تکون میخورن، دوباره بدن اوضاع چه خبره، مثل همین مثال کوهی که زدم. خب طبیعتا
اینجا کم کم خب مشکلات مختلف خودشو نشون میده، به این معنی که مثلا شما اگر توی یک کروی میخواین را برین، اگه قدم های خیلی خیلی کوچیک وردارین، مثلا من اینجام وقتی فهمیدم باید بیام پایین 10 سانت تکون بخورم، یه ذره بیام دوباره مسیرم رو چک کنم، دوباره مسیرم رو چک کنم، خب اینجوری خیلی سیفتر من ممکنه به مینیموم برسم، در این حال تعداد قدمام خیلی زیاد شده دیگه، چون دارم قدم های کوچیک کوچیک برمیدارم. ولی یه هایی که حسین نداره اینجا نگاه میکنه ببینه چه خبره، مثلا مینه کلن مثلا الان رو به پایین اوضاع خوبه، یهو 30 کیلومتر میپره پایین، خب الان به سمت راست خوبه، یهو 5 کیلومتر می دوه دست راست ببینه تازه چه خبره. مثلا اینجا اگه بفهمه که مثلا باید در اینجا حرکت کنه، ممکنه انقدر بیاد که انقدر گامش زیاد باشه که مثلا بیفته اینجاها، اینجا مقدار تابه اینجاست دیگه، یعنی مینیمم رد کرد تازه افتاد یه گوشه دیگه، بعد اینجا دوباره بعد اینوری بیاد، دوباره اگه زیاد راه بیفته مثلا میفته اینجا، هی اینجوری پاندولی حرکت میکنه، یعنی اون مینیموم رو ممکنه خیلی وقتا میس بکنه بهش نرسه. بنابراین میبینی که مثلا گام رو بزرگتر میکنی که محاسبات رو کمتر بکنی، یه سه مشکلاتی به وجود میاد. بعد یه چند تا راه دیگه پیشنهاد دادن توی این الگوریتما به این صورت بودش که مثلا با توجه به بزرگی اون گرادیان، یعنی به مقدار اون مشتقی که گرفته میشه، بعضی جاها شروع کنم کم کم راه رفتن، بعضی جاها شروع کنم زیاد راه رفتن، و این یعنی بعضی جاها قدمای بزرگ برمی‌دارم، بعضی جاها قدمای کوچیک برمی‌دارم. بعد یه سری الگوریتم‌ها اومدن که خب کجا بفهمم که باید وقت کم کم راه رفتنه، کجا بفهمم که وقت زیاد زیاد راه رفتنه، درسته؟ اینجا توی این مثال می‌بینید که با گام‌های متوالی می‌تونه نتیجه بهتر از گام‌های ثابت به دست میاد. اینجایی که شیب زیاده ما میتونیم گام های بزرگتری برداریم، ولی وقتی میبینیم که داریم کم کم به اون محدوده هدفمون نزدیکتر میشیم، یهو با احتیاط حرکت میکنیم، یعنی با قدم های کمتر حرکت میکنیم. من فکر کنم که جدی الان کیم همگی؟ هیچ اگه احساس میکنی با بیان تو هم خوبه که بشنون بگو. ببینیم به نظر من این مهمترین قسمت کار همین قسمت کل کانسپت و اپتیمیزیشن همین مبحثی بود که الان آرمان توضیح داد، بحث رادیان دیسنت که حالا یه شوی پدرجد همه یه الگوریتم های اپتیمیزیشنه. البته این یه پدرجدیه که هنوز کاملا زنده است و خیلی هم فعاله. کل ماشین لرنینگ، کل بحث نورال نتورک رو همین بحث گرادیان دیسن میچرخه، این اصلا پایه تمام ماشین لرنینگ هم گرادیان دیسن. کلیت کانسپت همینه که شما اگه یک فرمول ریاضی داشته باشین، مثلا بگیم یک فرمولی مثل ایکس رو منهای 4، و بعد میخواین مینیموم این تابه رو پیدا کنین، کجا نتیجه ایکس رو، اگه مثلا فرمول فرض کنیم وای مساوی ایکس رو منهای 4، کجا x دومن های 4 مینیمم y رو به ما میده، یعنی در چه xی کمترین y رو خواهیم داشت. در مورد یه فرمول ریاضی این قابل محاسبه است، ابتقارمان x من های 4 بتوانید رو کشید. خب با ماس واقعا کشیدن سخته. آره با ماس حالا خب اصلا نمیکشیم. خب ببینید یه همچین فرمول اصلا نمودارش مهم نیست، مسئله اینه که این فرمول رو ریاضی وار میتونین حساب کنین که مینیموم کجاست، یعنی x دومن های 4 میخواییم مینیموم شه، x2 یک عدد همیشه مثبته، پس مینیموم این تابه میتونه منهای 4 باشه، منهای 4 هم تو صفر اتفاق میفته، این در واقع میشه همین نموداری که آرمان کشید، و میتونیم که تو صفر تابمون مینیمومه. یا توی حالتهای دیگه مثلا اون x منهای 4 به توان 2 رو اگه بخواییم مینیموم کنیم، تابه همیشه مثبته چون به توان 2 مینیمومش میشه 0 و 0 توی x 4 میتونین ریاضی حساب کنیم که کجا مینیموم تابه تونه. مسئله اینه که شما باید فرمول ریاضی اون نموداری که میخواییم مینیمومش حساب کنیم داشته باشیم. بیایم اینطوری فرض کنیم که رفتیم این دیتا رو به جای اینکه از طریق فرمول ریاضی پیدا کنیم، رفتیم دیتا رو جمع کنیم.
نمونهش همون مثال لاستیکی که آرمان زد. رفتیم انواع و اقسام لاستیکا از هر سایزی، از هر عرض لاستیکی سقف خریدیم، با فشارهای مختلف بادشون کردیم و بعد 10 سال صبر کردیم ببینیم هر کدوم از اینا کی میترکن. حالا خیلی روش اشتباهیه برای جمع‌آوری دیتا، ولی مثلا بعد این به ما یک، اگه برداریم تمام اینا رو بکشیم روی کاغذ، تمام این نقاطی که به دست آوردیم، یه چیزی میشه شبیه این چیزی که الان داریم میبینیم، این نموداری که الان آرمان تصویر داره، یه اصطلاحاً یه چیزی شبیه یه توپوگرافی میشه. این نمودار رو اگه بخواین حالا مینیمم اینو باز بخواین پیدا کنین، یا باید بتونین اینو به صورت ریاضی فرموله کنین، یعنی تبدیل به یک فانکشن ریاضی بکنینش که این فانکشن ریاضی رو باید میتونین برین حل کنین، مینیممش رو پیدا کنین. مسئلهش اینه در مورد همه اتفاقات نمیشه این کارو که ما همیشه یک فرمول خیلی سرراست ریاضی نمیتونیم پیدا کنیم برای اطلاعاتی که جمع کردیم. پس حالا میرسیم به این که اوکی، ما فرمول ریاضیشو که نمیدونیم، بعضا حتی این نمودارا رو هم نداریم، برای اینکه نمیخوایم بریم 10 سال 10,000 تا لاستیک رو امتحان کنیم ببینیم که خب اوکی مینیممش چی بود. اصلا اون 10 سال دیگه تکنولوژی لاستیک تقریباً عوض شده. در نتیجه میایم دنبال یک راهی هستیم که اون قضیه، یک نموداری که فرمول ریاضیش هم نداریم، بتونیم مینیممش رو پیدا کنیم. و این مینیموم پیدا کردن کانسپت اولش میشه همون گرادیان دیسنت. این که ما یک جای رندوم از نمودار رو انتخاب میکنیم، میگیم مثلا فرض کنیم تو x=5 حساب کنیم ببینیم y چند، و y رو که محاسبه کنیم میبینیم مثلا تو x=5 بر اساس اون نموداری که کشیدیم، یعنی دیگه فرمولشو نداریم، اگه به نمودار نگاه کنیم تو x=5 y مثلا هست 10. حالا بیایم تو این x=5 مون بیایم x4 و x6 رو هم امتحان کنیم ببینیم اگه x رو 4 بگیریم یا 6 بگیریم کدوم کمتر میشه. خب تو x=5 y 10 بود، تو x=4 مثلا میشه 8، تو x=6 میشه مثلا 11. چیزی که میفهمیم اینه که اگه در جهت x جلو بریم، نمودار داره میره بالا، نمودار آپرایزینگ داره به سمت بالا داره در جهت x مثبت. در نتیجه اگه میخوایم به سمت منفی بریم، باید ایکسمون رو کمتر کنیم. ایکسمون 5 بود، هرچی کمترش کنیم جواب وای کوچیک‌تر میشه. در نتیجه حالا وای رو میگیریم 4. ببخشید، ایکس رو میگیریم 4. وای رو حساب میکنیم میبینیم شد 8. دوباره چک میکنیم ببینیم به کدوم طرف باید حرکت کنیم. ایکس رو اگه بکنیم 3 کوچیک‌تر میشه یا ایکس رو اگه بکنیم 5 کوچیک‌تر میشه. و مثلا جواب اینه که اگه بکنیم 3 بازم کوچیک‌تر میشه. پس در همون جهت باید ادامه بدیم. یه قدم دیگه هم میریم جلوتر، ایکس رو میکنیم 3. حالا دوباره تو ایکس 3 که امتحان کنیم ببینیم کدوم ور مینیمومه، تو ایکس 3 میبینیم که اگه به سمت مثلا پایینتر بریم، یعنی ایکس رو مساوی 2 بگیریم، وایمون بیشتر میشه، وایمون داره مثبت‌تر میشه. پس نمودار اینجا در واقع هرچی به سمت ایکس منفی بریم، عدد جواب بزرگتر میشه. از اون طرف دیگه ایکس رو اگه از 3 بزرگتر هم بکنیم، یعنی ایکس 4 رو بگیریم، میبینیم بازم وای بیشتر شد. یعنی در هر دو حالت تو ایکس 3 که واسطادیم، چه به عقب بریم و چه به جلو بریم، جواب نمودار ما داره بزرگتر میشه. و اینجا اصلا میگیم ایکس یک مینیمومه، ایکس یک مینیمومه در اون بازه خودش، در اون محدوده حداقل تا یکی این برتر و یکی اون برترش، ایکس 3 یک مینیموم. حالا مسئله اینه همیشه اعدادمون اعداد صحیح هم نیستن، یعنی وقتی ایکس 3 رو پیدا کردیم که مینیمومه، میدونیم که نسبت به 2 و نسبت به 4 مینیمومه. حالا اگه بخوایم نیم تا نیم تا بررسی کنیم، 3 نسبت به 2.5 و 3.5 ممکنه دیگه مینیموم نباشه، مثلا 2.5 ممکنه باز جواب بهتری از 3 بده. و این قضیه همینطوری امتحان کردن، اینقدر اعداد مختلف رو امتحان میکنیم و هرچی بیشتر امتحان کنیم، بیشتر به جواب مینیموم نزدیک میشیم، تا در نهایتش خسته شیم. در نهایت تو این متد، تو این روش جواب حدیه. انقدر این کار رو ادامه میدیم تا بگیم خب این دیگه به قدر کافی مینیموم شد. هرچی رزولوشن رو کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر کنیم، ممکنه هنوز جواب رو بتونیم مینیموم تر کنیم. ولی خب این که چقدر مینیموم تر میشه برای مهمه. مثلا اگه این کار رو به مدت 1 ساعت انجام بدیم، به یک جواب مینیمومی میرسیم که مثلا تا 4 رقم ارشارش هم حساب کنیم. اگه این کار رو یه هفته انجام بدین، میتونین تا مثلا 7 رقم اشار هم حساب کنین، ولی خب دیگه برامون مهم نیست، ما تا همون 4 رقم اشار برامون کافی. این میشه کلا کانسپت گرادینت دیسنت. ولی خب اینو توی منطق
توی یک نمودار دو بعدی صحبت کردیم. حالا توی چیزی مثل نمودار سه بعدی که الان تو تصویر هست، این قضیه اینطوری میشه که ما باید مثلا این نمودار تتا یک تتا دو و فانکشن جی تتا یک تتا سه تتا یک رو باشیم اینجا کشیده. ما میخواییم یه تتا یک تتا صفری پیدا کنیم که جواب اون جی مینیموم بشه. وقتی تتا صفر و تتا یک رو میذاریم جی جواب مینیموم بده. دوباره یه عدد رندوم انتخاب میکنیم و یه تتا صفر و یه تتا یک رندوم میذاریم تو جی ببینیم که جواب چی میشه. بعد امتحان میکنیم ببینیم اگه تتا صفر رو کوچیکتر کنیم نتیجه فرمول مثبت تر میشه یا اگه بزرگتر کنیم. همینطور در مورد تتا یک. و مثلا میفهمیم که خب اوکی تتا صفر رو اگه کوچیکتر کنیم داریم در جهت درست پیش میریم، یعنی جواب فانکشن کوچیکتر میشه. تتا یک رو هم باید کوچیکتر کنیم، هر دو رو باید کوچیکتر کنیم. حالا میایم یه تتا یک و تتا صفر کوچیکتر انتخاب میکنیم، دوباره میذاریم تو فرم و این جواب دومی که داریم از جواب قبلیمون یه قدم به جواب به مینیمم تابع نزدیکتر شد. این بحثو کلاً حالا خیلی جدی بعدن میشه دنبالش کرد و اگر یه سرچ خیلی کوچولو بزنید در مورد گرادینت سنتا خیلی منابع آموزشی عالی تو اینترنت هست براش، با خیلی اینتراکتیو و نمودار رو گذاشته خودتون میتونین چیزای مختلف روش امتحان کنید. اون بحث لرنینگ ریت اصطلاحاً یا اون بحث این که خب اوکی قدمامون رو چقدر برمی‌داریم هم اینجا مطرح دیگه. یعنی مثلا فهمیدیم تتا یک رو باید کوچیک‌تر کنیم، تتا صفر رو هم باید کوچیک‌تر کنیم. حالا چقدر کوچیک‌تر می‌کنیم؟ اگه مثلا فهمیدیم هر دو رو می‌خوایم کوچیک‌تر کنیم، 5 واحد هر کدوم رو کوچیک می‌کنیم یا 1 واحد هر کدوم رو کوچیک می‌کنیم؟ اینم باز اون بحث دیگه‌ایه که لرنینگ ریتمون رو تعیین می‌کنه. یه بحث دیگه که توش تاثیرگذاره اینه که تتا صفر و تتا یک با چه سرعتی دارن تغییر می‌کنن. یعنی ما گفتیم که اوکی تتا صفر رو اگه کوچیک‌تر کنیم جواب مینیمم تر میشه، جواب کمتر میشه جواب فانکشن. ولی خب چقدر کمتر میشه؟ اگه مثلا تتا یک رو یه واحد ازش کم کنیم جواب نهایی فانکشنمون نیم واحد کوچیک‌تر میشه یا 5 واحد کوچیک‌تر میشه؟ یعنی شیب با سرعت خیلی زیادی داره میره پایین یا شیب خیلی ملایم میره پایین داره. تمام اینا عواملیه که تاثیر داره تو اینکه تصمیم بگیریم عدد بعدی که انتخاب می‌کنیم چقدر از عدد قبلیمون کوچیک‌تر یا بزرگتر باشه. حالا این بحث خیلی لوله کنم اینجا زیاد تکنیکیش نکنیم، بذاریم یه ذره جلوتر. حالا این داشتم میگفتم خیلی این بحث بریم تو کار خیلی راحت‌تر میشه. یعنی یه سری مسائل خیلی اتوماتد داریم تو این قضیه که تمام این بحثای پیچیده‌اش این که چقدر باید استپ برداریم، چه جوری در چه جهتی برداریم و اینا رو انگار نرم افزار برای ما انجام میده. درست. ادامه بدیم. سوالی اومد فقط اینکه با فرض داشتن فانکشن، ببین با فرض داشتن فانکشن اگه به معنای یک فانکشن ریاضیه نه. اگه فانکشن ریاضیشو داریم میریم حلش میکنیم. مثلا روش ریاضیش حلش میکنیم و جوابش رو پیدا میکنیم. مال وقتیه که فانکشن رو اصطلاحا به صورت یه عملیات داریم. فانکشنمون در واقع یک مثال نمیدونم تراولینگ سیلزمن رو الان میتونیم بزنیم، حالا احتمالا اول میرسه بهش براتون. این شکلی میشه که اوکی ما یه روشی داریم، مثلا اون تتا صفر و تتا یک دو تا عددیه که انتخاب میکنیم مثل ارز الاستیک و باد الاستیک و اون جی تتا صفر تتا یک در واقع میشه اون طول عمر الاستیک. فرمول ریاضی براش نداریم، فانکشنش رو هم نداریم، ولی میتونیم بریم امتحان کنیم. میتونیم بریم یه الاستیک به اون ارز و اون قد باد کنیم ببینیم چقدر کنیم. این چه فانکشنمون در واقع فانکشن فیزیکیه. خب بچه یه دقیقه اینجا واستین بزن یه ذره پیش بریم بعد ادامه این سوال ها رو میپرسیم. اوکی خب ببینید بذار یه مقداری سعی کنیم یه مثال واقعی تر بزنیم. فرض کنید که من یه دیوار برشی بتونی میخوام بسازم برای یک برجی و باید که 30% رو خالی بکنم
به خاطر بازشویی که مجبورم ملاحظات معماری داره ایجاب میکنه. و سوال من اینه که بهینه ترین حالتی که میتونم 30% این حجم رو خالی بکنم چی هست؟ این جمله‌ای که من الان گفتم یه جمله افتضاح غلط از نظر علمیه، به خاطر اینکه هیچ وقت نمیشه گفتش که بهینه ترین حالت ممکن، چون باید بلافاصله بهش بگی بهینه ترین حالت ممکن بر اساس چی. شما نمیتونی بری مثلا در یه دبیرستان بگی بهترین بچه‌تون کیه. خب این بهترین بچه از نظر نمره ریاضیش یا فیزیکش یا زبانش یا میانگینش به صورت عمومی بهترین معنی نداره. گفتم شما هر بهترینی که دارید به کار میبرید منظورتون اینه که دارید یک فاکتوری رو ماکسیموم میکنید یا مینیموم دارید میکنید. خب بنابراین حالا دقیق تر میشم، تو سوال اول سوال رو به صورت غلطش جواب دادم. میدونم که من هرچی از پایین خالی بکنم به خاطر بحرانی بودن برش این پایین کار غلطیه، بنابراین احتمالا بالا برای من مطلوبیت بیشتری داره. اینو تا اینجا نگه دارین، مطلوبیت. خب کلید واژه رو میتونی بر خودتون بنویسید. بعد میتونم چند تا کار بکنم. میتونم تصمیم بگیرم که این 30% رو تو یه شکل خالی بکنم، مثلا زارت یه شکل بزنم که 30% کم کنه. میتونم توی دو تا شکل 15% کم بکنم، بعد این شکل ها میتونن دایره باشن یا میتونن 1000 تا شکل باشن. مشخصه که خیلی وریشن های مختلفی وجود داره. خب بعد من شروع میکنم برای این یک objective function اصطلاحا نوشتن. objective function در واقع بیانگر اینه که چی برای شما مهمه و چقدر برای شما مهمه. خب من objective function کیلویی و شهودی مینویسم. مینویسم که objective function من بر اساس مثلا پارامتر ت تا یک تعداد باز شو، برای اینکه مسئله خیلی پیچیده نشه، من فرض میکنم همه ورودی های من، همه بازشوهایی که انتخاب میکنم مربعی که بتونیم با یه عدد معرفیشون بکنیم و همشون هم اندازه است. یعنی یا تصمیم میگیرم 5 تا مربع مثلا 1 در 1 بذارم یا 5 تا مربع 2 در 2، دیگه وسطش دیگه چیز دیگه ندارم. پس یه دونه چیز داریم که مثلا تعداد بازشوه، یه ت تا دویی هم داریم که مثلا عرضه. خب میگم که بر اساس این چی برای من مهمه. خب اولا من میخوام که این بهره‌وری سازه‌ای من افت نکنه، بنابراین اینجا احتمالا یک تابع سازه‌ای هم لازم دارم. مثلا اینجا میگم که بذار اول فارسی بنویسم، آنالیز سازه. من تو بال بعد خط می‌نویسم که تندتر بنویسم. آنالیز سازه، بعد آنالیز انرژی هم برام مهمه، بعد دیگه چی برام مهمه، دیگه حفظ ماژولاریتی یا قابلیت پیشتاخت سازی هم برام مهمه. خب اینم می‌نویسیم مثلا میذاریم پیش ساخته سازی. خب حالا هر کدوم از اینا خودشون یه تابعی هن دیگه. مثلا من توی آنالیز سازه یه تابع اسی دارم که دوباره بر اساس تتا یک و تتا دو، یعنی تتا یک و تتا دو میرن توش، بعد این تنش مثلا این دفلکشن رو میده بیرون. دفلکشن یعنی تغییر شکل زیر بار. خب پس دفلکشن چیه؟ دفلکشن جزء کمیتایی که هر چی مینیمم باشه بهتره. من تو اینجا دنبال اینم که ابجکتیو فانکشن مینیمم کنم، پس این رو همین جوری میذارم بمونه. خب چون اینم میخواد کم بشه خوبه، پس اینم خوبه. بعد آنالیز انرژی رو فرض کنید ما فقط مثلا توتال سولار گینمون رو میخوایم مصرف چیز بکنیم، یعنی بیشینه دریافت انرژی خورشیدی. خب اینجا هر چی بیشتر باشه خوبه، پس مثلا من میتونم از 1 بر روی اون استفاده بکنم که هرچی زیاد بشه این کسری کم میشه. پس 1 بر روی اینم مثلا توتال سولار گین دوباره تتا یک و تتا دو. البته همیشه لازم است بذارید تو مخرج، راه دیگه هم وجود داره، ولی الان همه چی رو ساده داریم نگاه میکنیم. به اضافه پیش ساخته سازی هم فرض کنید که مثلا مساحت قسمت‌های خالی رو نگاه میکنم، نمیدونم اگه
مذرب صحیحی از یه عددی نبودن، مثلا یه کاری میکنم، خاصی یه شاخصی هم مثلا از قابلیت پیشتاخت سازی داریم چیز میکنیم. خب پس تا اینجا سوالی هست؟ ببینید تا اینجا من سه تا شاخص دارم، سه تا ابجکتیو دارم که مثلا این نمره ریاضی اون شاگرده، این نمره فیزیک اون شاگرده، این انضباطشه. بهترین شاگرد شاگردی هست که ریاضی و فیزیک و انضباطش مجموعاً مینیمم، حالا معنی نداره ولی مجموعاً ماکسیمم باشه. خب یعنی سه تا شاخص دارم. اینجا نکات دیگه وارد معادله میشه. شما وقتی میخواین یک ابجکتیو فانکشن یا تابع انرژی تعریف کنین، میتونین از خودتون بپرسین که کدوم بر من مهمتره. مثلا من میدونم که آنالیز سازه در یک دیوار برشی احتمالا خیلی عدد ارزش بیشتری داره، بنابراین معمولا بهشون ضرایب فرد میدن، مثلا به این 7 میدم، بعد به پیش ساخته سازی 1 میدم، خب یا اصلا چه بدونم 0 پوینت یه چیزی میدم. خب وقتی شما یک ضریبی به یک بخشی از تابه میدین، رشد تابه نسبت به اون ضریب حساس میشه. یعنی اگه قبلا اینجا یه قدم ور میداشت یه ذره از کوه میومد پایین، یهو اینجا یه قدم سازه‌ای درست ور داره خیلی از کوه میاد پایین خوشحال میشه، ولی یه قدم پیش ساخته سازی درست یه کمی از کوه میاد پایین. وقتی که ضریب بزرگی میدین به یک بخشی از تابه، مقدار نهایی تابه به اون حساس میشه، یعنی بیشتر میریم سمت گزینه‌ای که مطلوبیت سازه‌ای داره. دقیقا همون چیزی که میخواستیم دیگه، ضریب بزرگتر دادیم یعنی بر من مهمتره. بعد یه کار دیگه ای هم که گاهی توی این تابه انرژی دیده میشه اینه که گاهی پنالتی میذارن، یا پنالتی یعنی جریمه. خب به این صورت که اگر بخوان شاخص مطلوبیت رو وارد تابه کنن، مثلا دوست دارن که حالا فرض کنید به هر دلیلی ممکنه مثلا اینم جزء یکی از جوابا باشه، ولی اینو به هر دلیل دوست ندارم، اصلا کارفرما گفته مثلا این شبیه چشم میمونه، من اینو دوست ندارم، من باید یک کاری بکنم که تابع من به اون سمت نره. خب معمولا میشه برای بخشهایی جریمه گذاشت. یعنی چی؟ ما کلن دنبال چیم؟ کلن دنبال مینیموم کردن این تابع ایم. خب درسته، ما میتونیم اینجوری فرض کنید که اگر میخوام مثلا اینا پایین نیان، خب یا مثلا فرض کنید تعداد 13 نحسه، خب من میخوام 13 تا پنجره نداشته باشم. خب هر موقع تتا یک به عنوان 13 وارد این تابه شد، من 100 تا به جواب اضافه میکنم. خب اینه کسی مونی که مثلا دوستتون بره تو ترازو، دوست داره عدد کمی ببینه، شما پاتون یواشکی بزنید رو ترازو، دارین پنالتی اضافه میکنین، دارین وزن طرف رو بیش از چیزی که هست چیز میکنین. برای این تابه رو بعضی موقع هم بیان به صورت شرطی مثلا میگن آقا اگر داره بازشوها میره به سمت گوشه ها، این از نظر مثلا معماری یا کارفرما یا هر نظری مطلوبیت نداره، اون موقع شروع میکنیم به تابه یه سری چیزایی اضافه کردن، یعنی نمیذاریم مینیمم شه. بنابراین خود اون سالور، خود حل کننده وقتی میبینه دارم میرم سمت 13A یهو 100 تا داره بهم اضافه میشه، دارم میرم سمت گوشه یهو 1000 تا داره بهم اضافه میشه، ناخودآگاه سالور هم سمت اون جواب ها نمیره. پس اگه بخوایم یه به صورت کلی نگاهی داشته باشیم که چی یاد گرفتیم، گفتیم که اپتیمایزیشن به درد این میخوره که من به تعریف دقیق ریاضی من دنبال مینیمم یک تابعی هستم. به چه دردی میخوره که مشخصه، به جای اینکه من برم همه لاستیک های ممکن و همه ارزهای ممکن رو لاستیک بسازم در 10 سال صبر کنم، میتونم 5 تا از این امتحان کنم، 4 تا از اون امتحان کنم، یا اینجا به جای اینکه بخوام تک تک دیوارهای ممکن رو با بازشوها مدل کنم، بفرستم آنالیز سازه، بفرستم آنالیز انرژی، میتونم با تعداد کمتری حدس بفهمم که کجاها خوبه. طبق همون حرفی هم که اردشیر زد، ما معمولا دنبال به اندازه کافی خوب هستیم در مسائل دیزاین، نه اندازه خوب مطلق. مثلا
من اگه بفهمم پنجره‌ای که باید برای خونم بزنم 3:2 بس دیگه، نمیخوام بدونم پنجره‌ای که برای خونم بزنم 3.3 تا 0.4 در 2.5 تا 0.7 اینو که نمیتونم بسازم. اوکی، برای این در مسائل دیزاین حد به اندازه کافی خوب داریم ما. ما یه فیتنس کریتریا حتما در مسائل بهینه‌سازی داریم، به فارسی بهش میگن شاخص برازندگی یا شاخص مطلوبیت. برازندگی بهتره به نظر من، یعنی اینکه چی برات مهمه. بنابراین میگم مثلا موضوع پایان‌نامه وقتی بیاد که بهینه‌یابی پوسته‌های ساختمانی بر اساس فلان، این اصلا از اول فیله، برای اینکه خب بهینه‌یابی بر اساس چی؟ شما دنبال ساخت پذیری، دنبال نمیدونم تخلیه راحتی، دنبال مینیمم کردن چرخه انرژی ساختمونی، دنبال چی هستی؟ شما یک شاخص مطلوبیتی داری، بعد اونجا باید به یک ابجکتیو فانکشنی تعریف بکنی. ابجکتیو فانکشن یا بعضی مقابلش تابع انرژی هم گفته میشه، به معنی اینه که ما میخواییم انرژی این تابع مینیمم بشه. توی یه مفهوم سازه‌ایه، در واقع سازه‌ای میگن درست طراحی شده که انرژی درونیش پایین باشه. انرژی درونی مثل درگیری های ذهنی آدم میمونه، اگه درگیری ذهنیت پایین تر باشه ذهن بازتری داری. بنابراین شما یک ابجکتیو فانکشن یا تابع انرژی تعریف میکنید، شمایی که طراح اون مسئله هستید ضرایب احتمالا میذارید، البته ضریب دادن خودش قوانین خودشو داره، یعنی مثلا ضریب زوج نمیدن. شما اگه همین مثلا تصمیم گیری بر اساس مدول AHP که خیلی قدیم بود و خاطرتون باشه، این میومد شاخص های کمی خیلی مهم، مهم کمتر مهم رو تبدیل میکرد به عددهای فرد. بنابراین همچین ایده های وجود داره که ما ضرایب مختلف بدیم به خاطر اینکه اهمیت رو مشخص کنیم و به سمت اون عامل خاص حساس بکنیم، و میتونیم پنالتی هم داشته باشیم، میتونیم نداشته باشیم. بعد پس به هر کدوم از اینا میگن یک کریتریا یا یک ابجکتیو، آنالیز سازه، اینجا یک شاخص مطلوبیت یا شاخص برازندگی یا ابجکتیو یا هدفه، و به این کلی هم میگن ابجکتیو فانکشن یا تابع انرژی. اوکی، پس این مسئله من یک مسئله مولتی ابجکتیو اپتیمیزیشنه، یعنی من دنبال بچه‌ای هم توی این دبیرستان که هم ریاضی خوبی داره، هم فیزیک خوبی داره، هم انضباط خوبی داره. اگر دنبال فقط بچه‌ای هستی که فقط ریاضی خوبی بلده، بهش میگن سینگل ابجکتیو اپتیمیزیشن. اوکی، پس سینگل ابجکتیو و مولتی ابجکتیو را هم گفتیم. خب الان باز ممنون میشم اگر که سوالی هست بفرمایید، و یا اینکه اگر اردشیر جایی رو میخوای ریفریز بکنیم بفرمایید، خوشحال میشم. یک کسی واقعا سوالی داره؟ الان مهم بدونیم چه عدد فرد بدیم یا بعدا خواهید فهمید. راستش اینو من از تخصص من خارجه، من نمیدونم چه مدل سازی ریاضیاتی پشتش وجود داشته که این تصمیم گرفته شده که ضرایب فرد میدن. من واقعا نمیدونم این. من در اون مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP من اولین بار اونجا دیدم، بعد تو مقالات هم همین رو استفاده کرده بودن، از اونجا گفتم. ارزشی تو میدونی چرا عدد فرد باید داد؟ من تا اینجاش میدونم که یک بحث ریاضی پشتشه برای بحث تقسیم پذیریشه، عدد اگه زوج باشه ضریباتو میتونن ضریبی از هم باشن، الان این فرد میدیم که با ضریبای صحیح ضریب هم نشن، اگر اینطور در هم ضرب بشن. ولی مثلا اگه فرض کنین 16 و 8 رو فرض کنین، بوفش میشه مثل ضریب 1 و 2، نتیجه ضرایب هم خونسا میکنیم. اینجوری اگه مثلا 15 و 7 رو فرض کنید، اینجور ضرایب هم خونسا نمیکنن. مثلا 17 و 9 رو اگه فرض کنید، 17 و 9 اینجور هم خونسا نمیکنن. دقیق تر این که چرا اینا اصلا نباید هم خونسا کنن، اینا یه بحث دیگه است که من خیلی دقیق وارد اون بحثش نشدم. این که هدف ها باید مستقل از هم باشن، این یه چیز کلی در هر تحقیق علمیه. هر تحقیق علمی پارامترهایی که بررسی میشن باید از هم مستقل باشن. من با این فرض پیش رفتم که بله، این نکته رو تو ذهنتون هست.
پنالتی رو ممکنه بیشتر توضیح بدین؟ ببین من 5 تا رفیق دارم، میخوان برن وزن کشی، برن رودوشک کشتی، با هم دیگه کشتی بگیرن، بعد وزن کمتر بهتره. نمیخوام یکی از این دوستام نتیجه بهینه سازی باشه، نمیخوام یکی از این دوستام مثلا بره تو مسابقه شرکت کنه، وقتی این میره رو ترازو منم یه سنگ میزنم رو ترازو، به خاطر این پنالتی که من اجرا کردم اون دوست من انتخاب نمیشه. حالا بسته به اینکه چه سنگی بذارم، 100 گرم سنگ بذارم باز ممکنه انتخاب بشه، 20 کیلو سنگ بذارم امکان نداره اتفاق امکان نداره اون دوستم اتفاق بیفته. اضافه کردن پنالتی یعنی پارتی بازی تو نتایج، سوق دادن نتایج به سمتی که تشخیص دادید مطلوبیت داره. البته معمولا میگم معمولا پنالتی رو برای جاهایی میذارن که خطا در میاد، جوابهای ناخواسته، جوابهایی که آره جوابهایی که مطلوبیت ندارن. میگم واقعا مثلا شما مثلا ممکنه کارفرمای بگه من زوج تعداد پنجره دوست دارم ببینم، دوست دارم فرد تعداد پنجره ببینم، برای من شما ناخودآگاه برای فرداتون باید پنالتی بذارین. بله درسته، ولی این با بایس شدن، این با سوگیری تو نتیجه فرق داره. آره اینکه یه اپتیمیزیشن ران کنید از اول دوست دارید جوابش 3 تا پنجره باشه، به همه بقیه پنالتی بدید که این بره به 3 تا پنجره همگرا بشه، برای جاهای نامطلوب به صورت موضعی. ببین آها ببین این سوال کم کم دارید وارد اون چیزی میشید که میخوام بهش برسم. این که از اول ورودی رو دستکاری کرد فضای جواب رو سوراخ سوراخ میکنه، یعنی یه تابع پیوسته و همه جا مشتق پذیر ایجاد نمیشه. بذارید پس ادامه بدیم. ببینید اینکه مثلا فرض کنید که تابعی که من نهایتا به دست می آوردم این قرار بود باشه و مینیمومش هم این میتونست باشه، خب شما به هر دلیلی جوابای این حوزه رو دوست ندارین، دنبال این یکی حوزه هستین. اگر شما بگین که این حوزه اصلا حق نداره بره توی بهینه‌سازی، اینجا تابع سوراخ میشه، یعنی مقادیر اینجا وجود ندارن اصلا. خب بنابراین تابع اصلا اینه کلا. خب وقتی تابع مشتق پذیر نباشه، یعنی بعضی جاهای این کوه وجود نداره، شما وقتی اینجا وای میستی نمیتونی چپ و راست و جلو بالا پایین تو ببینی که بدونی کجا حرکت بکنی، این بعضی از الگوریتمای بعضی از سالورا رو مختل میکنه. خب بنابراین بهتره که شما اینجا پنالتی بذارید. پنالتی گذاشتنتون باعث میشه که این تابه بالاتر از حدی که بود به نظر برسه، ولی کماکان این تابه پیوسته و مشتق پذیر هستش. اوکی بذاریم چون 1 ساعتمون رفته. برمین الان میخوام راجع به همون بحث continuity of the design space یا تله مینیموم موضعی صحبت بکنم که در واقع حالا همین مباحث رو هم کاور میکنه. قبلش راجع به چیز بگم، قبلش راجع به انواع الگوریتم‌های بهینه‌یابی بگم. در واقع من چند جور تقسیم بندی دیدم بر اساس اینکه اون تقسیم بندی از چه علمی گرفته شده بود. یکی iterative convergence الگوریتما هستن، یعنی الگوریتمایی که کم کم میرن به سمت جای خوب، به سمت همگرا شدن جواب ها، همونایی که مثل همون پدر بزرگ gradient descent یا همون hill climb، اما الگوریتمایی که کم کم شروع میکنن حرکت کردن. حالا گفتیم که اون کم کم خودش کلی ریاضیات پیچیده‌ای داره و امروز هم ازش استفاده میشه، ولی اینا الگوریتمایی هستن که خلاصه به صورت ایتراتیو جلو میرن. بعد ما یه سری الگوریتم دیگه داریم به اسم هوریستیک یا متا هوریستیک، به معنی ابتکاری. در واقع این الگوریتمای هوریستیک یا متا هوریستیک در واقع به کلشون میگن هوریستیک، ولی اِوولوشنی رو یعنی الگوژنتیک رو متا هوریستیک میگن، ولی تعداد خیلی زیادی دارن که حالا میگم میبینید چند تایی که حالا توی معماری هم وجود داره، یکی پارتیکل سوار اپتیمیزیشن
PSO فرا ابتکاری محسوب میشه، GA یعنی جنریک الگوریتم یا اِوولوشنری الگوریتم فرا ابتکاری محسوب میشن. حالا فرا ابتکاری ها چی کار میکنن؟ فرا ابتکاری ها شروع میکنن روی این کوه را نمیرن. فرا ابتکاری ها کاری که میکنن اینه که یه ذره اینجا را میرن میپرن، یه ذره اونورتر را میرن میپرن، یه ذره اینورتر را میرن. اینجوری که از یه جا شروع کنن گام به گام پیش برن نیستن. خب الان میریم یه ذره دقیق‌تر روش صحبت میکنیم. چیزی که میخواستم بگم اینه، به یک بیان میتونی در الگوریتم بین یا به دو دسته ایتراتیو یا هوریستیک و متاهوریستیک تقسیم بندی کنید. یعنی دسته اول ایتراتیو ها، بعد فرا ابتکاری و ابتکاری. این خیلی تقسیم بندی عمومیه. بعد یه تقسیم بندی دیگه هم که حالا خودم از بیشتر از سورس های معماری داشتم اینجوری بودش که دایرکت سرچ در واقع الگوریتم های سرچ مستقیم که در واقع یکی از زیرمجموعه‌هاش همین، این یه تقسیم بندی دوتایی، این تقسیم بندی ستایی دیگه، متاهوریستیکش که سر جاش، ابتکاری فرا ابتکاریاش که سر جاش. توی منابع معماری معمولا به اینا میگن دایرکت بیسد سرچ، یعنی الگوریتم های سرچ مستقیم که الان یه ذره بیشتر راجعش توضیح میدم. دسته سومی هم که یه ذره جدیدتر اومدن سروگیت بیسد مدل ها هستن. باز اینو من ندیدم فارسی براش، الگوریتم های برپایه حامل مثلا. خب که در واقع اتفاقی که میفته اینه که یه مسئله مشابهی طراحی میشه، اون مسئله مشابه حل میشه، بعد جوابش برمیگرده این بر. حالا آخرش خیلی کم راجع به اینا صحبت میکنم. ببین پس الان با دونستن اینکه کل اپتیمیزیشن چیه میخوایم بریم ببینیم الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری، یعنی هوریستیک ها و متا هوریستیک ها و دایرکت بیسد سرچ ها چی کار میکنن. یه مثال خیلی ساده ای از الگوریتم های دایرکت بیسد سرچ بزنم. یه نوعشو که دیدین، یه نوعش همین گرادینت دیسنت بود، یه نوع دیگه ایش هم که بزنم اینجوریه که توی الگوریتم های دایرکت بیسد سرچ میان چیز میکنن، میان فضای جواب رو تقسیم میکنن. بیاین فرض کنیم که اینو تبدیلش کنیم به یه مثال واقعی. فرض کنید که این عرض پنجره، این پنجره باشه، این عرض پنجره است، این عمق شیشه ایه که توش به کار رفته، شیشه 2 سانتی، 3 سانتی، 4 سانتی، و این مثلا یه شاخصی بگیم که کم بشه خوب باشه، کم بشه خوب بشه، مثلا خیرگیه. خب من میخوام بفهمم چه شیشه ای کمترین خیرگی رو ایجاد میکنه. فرض کنید حالا خیرگی با عرضم ارتباطی نداره دیگه. الگوریتم دایرکت بیسد سرچ میاد فضای جواب رو، این فضای جواب دیگه، یعنی جوابای من از 10 تا 30 برای عرض و از 2 تا 4 برای ضخامت شیشه، میاد این فضای جواب رو چند بخش میکنه. باز من دارم ساده تر مطرح میکنم ولی جوهره اتفاقی که میفته همینه. مثلا میاد 9 بخش میکنه. خب از هر بخش یه سمپل برمیداره، مثلا یه عرض 15 برمیداره با ضخامت 2، یه عرض 20 برمیداره با ضخامت 2.5، یه دونم بیاد اینجا، یه دونم اینجا، یه دونم اینجا، حالا هر چیزی. خب بعد اینا رو امتحان میکنه. خب بعد میفهمه که یک یا چند تای خوب کیان. مثلا میگه که این ناحیه جواباش کم بودن، مطلوب بودن، این ناحیه جوابش مطلوب بود، این ناحیه هم جوابش مطلوب بود. بعد میاد میره این دو ناحیه مطلوب دوباره 9 تیکه میکنه، دوباره اینجا 9 تیکه میکنه، دوباره میره ببینه که توی اینا کدوم بهتر. مثلا میگه این دفعه این خوب بود با این خوب بود، بعد دوباره اونو خوردش میکنه، همچنین الاخر روشنی که این به سمت جواب نزدیک و نزدیکتر میشه. اما بدیهیه که هر الگوریتمی، گوش کن، هم چه بدم، پیچیده ترین چیزی که اگه مثلا تو ذهنتون الگوریتم تکاملیه یا اینا همشون خوبی ها و بدی هایی دارن. مثلا یکی از بدی های واضح
الگوریتم دایرکت بیسترش، با وجود اینکه مثلا کدینگ راحتی دارن و کار پیچیده ای توش انجام نمیشه، این هستش که خیلی راحت اینا تو دام لوکال مینیما یا کمینه های موضعی میافتن. به این صورت که من اگه تابعی داشته باشم که مثلا این شکلی باشه، حالا مثلا فقط با یه پارامتر داریم در نظر میگیم، مثلا مثلا فقط ارتفاع ستون با لاغری، البته حالا ارتباط ستون با شاخص کیو هرچی، وقتی تو دایرکت بیس سرچ شما اینجا رو میایین تیکت که میکنید، ممکنه که مثلا مثلا من شکل چیز رو عوض کنم، یه زمان شکل رو دقیق ترش بکنم، مثلا اینجا یه تیکم اینو داره، خب اینجا یه عددی هستش که خیلی خوب در میاد، میایم تیکه میکنیم، اینجا تیکه میکنیم، اینجا تیکه میکنیم، اینجا تیکه میکنیم، مثلا اینجا تیکه میکنیم، اینجا تیکه میکنیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم سمپلمون اینجا افتاد، این مقدار اینه، سمپل اینجا افتاد، این سمپل اینجا افتاد، مثلا این سمپل اینجا افتاد، این سمپل اینجا افتاد، این بعد بریم کدوم نواحی رو سرچ بکنیم، حالا مثلا اگه بهترین رتبه رو میخوای بعد بریم اینجا رو سرچ بکنیم، بعد رتبه دوم، بعد اینجا رو سرچ کنیم، دوباره میریم سرچ میکنیم، اصلا اینجا رو میس کردیم، خب یعنی در دام مینیمم موضعی افتادیم به جای اینکه مینیمم عمومی رو بتونیم پیدا بکنیم. خب حالا هر کدوم از این الگوریتم ها روش هایی دارن که بتونین چک بکنین یا هی بهتر و بهتر بشن، ولی این موضوعی بودش که خواستم مثلا اشاره بکنم که الگوریتم ها ممکنه همچین ایرادی بخورن. بنابراین الگوریتم دایرکت بیس سرچ تقریبا عملا همین چیزی بودش که بهتون گفتم. حالا یکی میاد فضای جواب و نمیدونم 16 تیکه میکنه، یکی میاد مربعی تقسیم بندی میکنه، یکی میاد مثلا تقسیم بندی هاشو باینری سرچ میکنه، بزرگ کوچیک میکنه یا غیره، ولی جوهره اتفاقی که میفته همینه، شما مستقیم هی دنبال مشتق گرفتن، گرادیانت کردن، کجا بهتر شد برم اونجا رو بیشتر بگردم، این بازیه که یه چیزی قایم میکنه، مثلا با قاشق صدا در میارن، هی دنبال اون جایی که صدای قاشق داره زیاد میشه به سمت جواب داره میره، داریم به سمت اون میریم. اگر سوالی نیست من برم سمت ابتکاری ها و فرا ابتکاری ها. عزیزی رو دارم بریم. ببخشید من میتونم یه سوالی بپرسم؟ فهمید. وقتی که توی اون محدوده جواب رو تقسیم میکنیم، مثلا شما گفتین 9 قسمت میکنه، بعد یه قسمت رو انتخاب میکنه، این بر اساس میانگین جوابای مطلوب توی اون تیکه است دیگه، یعنی ممکن نیست که ما یه جواب مثلا مناسب تری توی اون ناحیه‌ای که حذف شده داشته باشیم دیگه؟ چرا، دقیقا اون چیزی که میگین اینه که به خاطر حدسای غلط اولیه، آیا این امکان وجود نداره که من جواب رو از دست داده باشم، جواب مونده باشه یه طرف دیگه و من دارم تو دامه یه جواب کمتر خوب میفتم؟ این دقیقا همون مثالیه که در دقیقا همون کاستی که در الگوریتم دایرکت بیس وجود داره و چرا این اتفاق ممکنه بیفته. مام سوالو متوجه شدم، درست جواب دادم؟ بله بله. بعد آره. به جای این روش جایگزین باید آره مثلا هوریستیک ها، مثلا ابتکاری ها و فرا ابتکاری ها که الان میخواییم مثالشون رو بزنیم، شانس کمتری وجود داره که در دام کمینه موضعی بیفتن. ممنونم، مرسی. رضا، آقا رضایی داشت تایپ میکرد، چی شد؟ بوده این خانم زهرا، یعنی راهی نیست که ما میش کنیم اونجا هستی را، هیچ راه 100% قطعی وجود نداره به جز این که شما بردارید کل تابه رو مپ کنید که کار فوق العاده نابخردانه ایه، یعنی اینکه من نمیتونم همه جواب های ممکن برای یک مسئله معماری رو
آنالیز سازه کنم، آنالیز فلان کنم، آنالیز فلان کنم. بنابراین ریسک کمی رو میپذیریم که به جواب به اندازه کافی خوبی برسیم. حالا الگوریتم های وجود دارن که شانس خرابکاری توشون کمتره و سیفترن، مثل الگوریتم های ژنتیک مثلا، ولی اونجا هم شانس صفر نیست، شانس خرابکاری صفر نیست، همیشه شانسی وجود داره که میس کرده باشین جواب. اوکی، مرسی رضا. خب خانم زهرا ادامه بدیم. خب یه نگاهی اینجا رو بکنید. توی اپتیمیزیشن دو رکن وجود داره، یک دیزاین سپیس یا اصطلاحا هم بلک باکس یا فضای جواب، یا همون در واقع ابجکتیو فانکشنیه که دیدینش. دو، یه متدی که شروع میکنه این ور ابجکتیو فانکشن نگاه میکنه، اون ور ابجکتیو فانکشن نگاه میکنه، تصمیم میگیره که فضای جواب رو چطور پیمایش بکنه. مثل اونه که چه بدونم، ما 10 نفریم رفتیم شهروند، بچه کی گم شده؟ خب دیزاین سپیس چیه؟ بلک باکس چیه؟ فروشگاه شهروند. با فرض اینکه این بچه از اینجا خارج نشده، این بچه بالاخره یه جای این توه دیگه. خب A method of exploring design space، یعنی که هر کدوم از ما برای پیدا کردن این بچه یه استراتژی داریم. یکی دوست داره بره 4 گوشه فروشگاه رو ببینه، از 4 گوشه بره نزدیک. یکی دوست داره همینجوری دور بزنه، اسپیرال بیاد داخل. یکی دوست داره اینجوری زیگزاگ بره، هر ستون رو بره بیاد، بره بیاد. یکی دوست داره بره بالا نگاه کنه. خب اینا در واقع الگوریتم هایی که تصمیم میگیریم که چطور فضای ابجکتیو فانکشنمون رو پیمایش بکنیم. خب اول برم سراغ دیزاین سپیس یا بلک باکس. معمولا دیزاین سپیس به صورت اکسپلیسیت، به صورت صریح ممکنه تعریف بشه یا به صورت فازی ممکنه تعریف بشه. به صورت صریح ممکنه تعریف بشه، خیلی روشنه. مثلا من اگه میخوام یک پنجره طراحی کنم، میگم دیزاین سپیس من شامل پنجره هایی هستن از عرض 1 متر تا 6 متر، ارتفاع 3 متر تا 18 متر و شعاع فیلت 2 تا 12. این به همین سادگی. یعنی اون مسئله دیواره های اون فروشگاه شهروند است که این بچه توش گم شده. مسئله اینه که وقتی شما دنبال بهینه سازی پوسته ای هستین، شما دارید دیزاین سپیستون رو طراحی میکنید. مثلا این پوسته شما حق نداره خیز 100 متر بگیره، حق نداره خیز 2 سانت بگیره. شما دارید محدودش میکنید به خیز 6 متر تا نمیدونم خیز 12 متر با این شرایط. خب و فازی تعریف کردن به این معنی هستش که مرزها به صورت نرم تعریف نمیشه، در واقع پیوند داره با اون چیزی که راجع به پنالتی خدمتتون گفتم. به این صورت که شما میگین که من فکر میکنم که این بچه تو این فروشگاه شهروند گم شده، ولی احتیاطاً اگه اینجا نبود 2 متر این ورانورم نگاه میکنم. یعنی اینکه من مثلا در این مسئله بهینه‌سازی دنبال پنجره های بین عرض 1 تا 3 هستم، ولی عرض نیم متر رو، ولی هرچی عرض به سمت نیم هم بیاد من مشکلم، من وارد بهینه‌سازیش میکنم، ولی مثلا با یک پنالتی. یعنی مرزها خاکستری‌ان، مرزها صریح و روشن تعریف نشدن. خب حالا این چیز جالبی که اینجا داریم، استایشم بزرگ بکنم. ببین این همون آدم های مختلف هم که بچهشون گم شده در این فروشگاه شهروند. سوال اینه که این آدم ها چجوری میرن بچهشون رو پیدا کردن. داریم راجع به این صحبت میکنیم، A method of exploring design space. خب الگوریتم مختلف چجوری میگردن، چجوری میچرخن. میگم این مثلا آدم نگرانه، هی دویده این ور دویده این ور دویده این ور، بالاخره همگرا شده. خب پس الگوریتم های مختلف، اینا همه الگوریتم های چیز هستن،
گوت رو جدا بکنید، گوت دایرکت بیسد سرچه، ولی گالاپاگوس که بر پایه جنریک الگوریتم، اختاپوس که بر پایه اِوولوشن الگوریتم و گلوورم که بر پایه پیس، البته این دیسکانتینیو شده، این وجود نداره، فقط اینش رو نگاه کنید، یعنی پلاگینش وجود نداره، پارتیکل سوارم اپتیمایزیشن، اینا که الگوریتم‌های ابتکاریان، اینها از رفتارهای خلاقانه استفاده می‌کنن که زودتر برن اون بچه‌شون رو پیدا کنن. خب می‌بینید که تقریبا مشخصه که کی حدس بیشتری زده، کی حدس کمتری زده. خب هر کی از یه راهی استفاده میکنه دیگه. من الان میخوام ارگوژنتیک رو توضیح بدم که چی شد که اینجوری سرچ کرد تا بچهشو پیدا کنه. خب اگه وقت شد بینسازی بر اساس قوت پارتو که SPA2 هست رو هم توضیح میدم، بعد اگه وقت شد دور PSO رو هم توضیح میدم. خب پس فهمیدیم که به این یادتون نگفتم گوت دایرکت بیس سرچ، گوت هوریستیک یا ابتکاری محسوب، ابتکاری یا فر ابتکاری محسوب نمیشه. ولی الگوریتمیک چی شد که اینجوری دنبال بچهش میگرده؟ ببینید قبل اینکه وارد چیز بشم، البته خوبه که من کردیت این اسلایدر رو نشون بدم، اجازه بدین من. این اسلایدی که میبینید از دیوید راتر، حتی محتواش دیگه بخاطر اینکه خب خود دیوید راتن اون ایمپلیمنتیشن ارگوژنتیک در گراس و پر پیاده کرده بود، برام اینجا از اسلایده همه استفاده کرد. خب داشتم اینو میگفتم که میخواییم بریم بفهمیم که چی میشه ارگوژنتیک اونجوری سرچ میکنه دنبال بهینه. قبلش یه اشارهی کردیم که گفتیم این فضای جواب رو تیک پاره نکنیم، یا اینکه فضای جواب چه شکلی باشد راحت تر به سمت جواب میرسیم. در واقع این به صورت شهودی نشون میده که ما دنبال ما چه تابه هایی رو راحت تر میتونیم بهینه یابی بکنیم. ببینید میگه که اگر تابه تون این شکلی باشه، شما خطر همه بلاهایی که اون که سرتون بیاد ضعیف تره. این تیکه که دارم میگم خیلی مهمه، پیچیده شاید باشه، یه ذره خوب دقت کنید. این داشتم میگفتم که وقتی شما مسئله رو طراحی میکنین، گفتیم که بلک باکس دست کیه؟ بلک باکس رو طراح داره طراحی میکنه، چون طراحی که داره مسئله رو طرح میکنه، اونی که داره در واقع تابع ابجکتیو فانکشن رو طراحی میکنه، بنابراین اونی که در واقع داره شکل تابع رو درست میکنه. طراح میتونه با طراحی مسئله غلط باعث بشه که این الگوریتم، این سالور به جواب نرسه یا در دام کمینه های موضعی بیفته. برخی از خطاهایی که در طراحی مسئله ما ها انجام میدیم اینها هستش. ببینید این شکل درست، همونطوری که عرض کردیم، شکل درست همین این هستش که بالا دست چپ داریم میبینیم، یعنی یه کوهی که نه خیلی تیزه نه خیلی کنده و خیلی راحت همه الگوریتما میتونن پیدا کنن که به چه سمتی بریم، اوضاع داره بهتر و بهتر میشه. خب پس این ما با این مشکل هم، اگه تابع این شکلی داشته باشه خیلی راحت میتونیم بریم پیدا کنیم ببینیم کجاهاش به سمت مینیموم داره میره. این جواب تیکه پاره، این فضای اسپیس، این فضای جواب تیکه پاره مال جاهایی که شما به ازای بعضی از ورودی ها جوابی نمیتونی بدی. خب به همین دلیل الگوریتم گیج میشه. مثل اینه که مثلا من شروع کنم نمره ریاضی ها رو پرسیدن، بعد طرف مثلا میگه 12-13، یکی میگه نمیگم، یکی میگه 45، یکی دیگه حرف نمیزنه،
من نمیفهمم که اینا نمره ریاضیشو چیه. شما باید در تعریف فضای جوابتون به ازای هر گزینه جواب داشته باشین. ممکنه جواب خیلی پرت باشه ولی باید جوابی در بیاد. اینو معمولا در بعضی از مدل سازی های غلط بچه‌ها من خیلی میبینم. مثلا یه جایی یه ضرب در صفر میشه، مثلا میخوان یه مشی رو به عنوان پوسته ساختمون اپتیمایز کنن، بعد یه جایی اصلا مش تشکیل نمیشه که بخواد دفلکشنش گرفته بشه، که بخواد آنالیز سازه بشه. این میشه همین چاها. بنابراین توی این مسائلی که ما در تعریف فضای طراحیمون یک خطایی به کار میبریم که از اون معادل جوابی در نمیاد، سالور نمیتونه بفهمه چه وری بره. اوکی، خیلی چیز راحتی. دو، خطای اول رو توضیح دادم. خطای دوم در واقع اصطلاحا هم بهش میگن under constraint problem، یعنی مسئله‌ای که کم شرط داره. این زمانی اتفاق میفته که من میرم یه دبیرستان 1000 نفری، میگم من دنبال کسی هم که ریاضیش 20 باشه، بعد 200 نفر به من میدن که همه ریاضی ها 20ه. میدین من وقتی مسئلم رو به اندازه کافی روش قید نذارم مینیموم پیدا نخواهد کرد. بنابراین برای این میتونم چه شرط دیگه بذارم؟ اگه این مسئله بگم من در این دبیرستان 1000 نفری دنبال کسی هم که ریاضیش 20 باشه و هرچی قدش بلندتر بهتر، مثلا دیگه فضای جواب این شکل نمیشه. فضای جواب میشه چیزی که یه قله داره و معدلش هم هرچی بیشتر باشه بهتر. دیگه این مسئله، یعنی میدونیم وقتی قید دارم اضافه میکنم به یه جواب هم ارزش نمیرسیم که ما گیج بشیم که خب از کجا این تابه از همه جا بهتره. اینجا هم گفتم، اینجا هم حالا اوور کانسترین میگم، ولی به خاطر این مسئله اتفاق میفته که در واقع در همسایگی بعضی جاها این ابجکتیو فانکشن شما اصلا عدد نمیتونه بده. این مسئله زمانی اتفاق میفته که بهش میگن unstable problem. یعنی اینکه ما وقتی ببینید، مثلا یه مثال بزنم. ببین فرض کنید یه اتاقی وجود داره، خب، که ازش میدونیم ازش گاز نشت میکنه. خب یه جایی توی این اتاق، این دیزاین سپیس ما، این بلک باکس ما، یه جایی توی این اتاق داره گاز نشت میکنه. حالتی که ما میتونیم، یا چونم رادیو اکتیو داره مثلا منتشر میشه، حالتی که ما میتونیم بریم سمت جواب حالتیه که اینجا خیلی بوی گاز داره میاد، اینجا کمتر بوی گاز میاد، اینجا کمتر بوی گاز میاد، اینجا کمتر بوی گاز میاد، که من وقتی شروع کنم بوی گاز رو فالو کردن برم به این جواب برسم. اما حالا راجع به گاز شرایط خوبه، شرایط جوری که اینجوری پیک نرمال داریم، اینجوری کم 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 هی گاز داره شدید و شدیدتر میشه. اما اگه مثلا فرض کنید اینجا رادیو اکتیو داره منتشر میشه و شرطش اینه که فقط در شعاع 5 سانتی متری اثرات رادیو اکتیو زیاد شده، بعد ما بقیه جا هیچی احساس نمی کنیم. یه دستگاه رادیو اکتیو سنجم دادن دست ما، میگن برو پیدا کن ببین چیه. اگه دستگاه گاز سنج بهمون میدادن، هی میدیدیم این ولی داره بیشتر میشه، میرفتیم. ولی این مسئله جوریه که فقط اینجا مسئله وجود داره. بنابراین من هیچ راهی ندارم، من با همه این فضای طراحی رو کاوش کنم اصلا یک بهینه‌سازی بی‌معنی و فوق العاده طولانی تا بتونم پی برسم. پس این مشکل طراحی مسئله است که باعث میشه تابع جواب شما خیلی تیز باشه. یعنی یک بخشی رشد خیلی شدید و نمایی داشته باشه. فضای جوابو که اشتباه انتخاب نکنید، چون بالاخره تو اون اتاقه داره گاز نشت میشه، فضای جواب اون اتاقه هست. خب منتها ابجکتیو فانکشنتون جوریه که تعداد زیادی صفر میده، این رادیواکتیو سنجو پرج میبرم صفر صفر، یهو یه جا میبرم میشه 20. این جور مسائل به درد بهینه‌سازی نمیخورن، چون این باید صفر باشه، بعد یه ذره برم اونورتر بشه 1، یه ذره برم اونورتر بشه 2، که این بتونه منو هدایت کنه به سمت اون منبع نشتی گاز. اوکی،
پس میگم این عارضه هایی هست که من به واسطه مدل سازی غلطم یا مسئله رو کم قید یا زیاد قیدی طراحی کردن، یعنی under constraint یا over constraint طراحی کردن، ممکنه کاری بکنم که بهینه سازی به جواب نرسه. خب اینم خیلی پیش میاد واقعا. الان اینجوری نیست که آقا هر کی اون دکمه استارت گالاپاگوس رو زد به بهترین جواب دست پیدا کرد. واقعا این اتفاق نمیفته. خب همونطور که گفتم به یک بیان میشه الگوریتم رو به ابتکاری، سرچ مستقیم و سوروگیت بیس تقسیم بندی کرد. الگوریتم سوروگیت بیس رو اگه خواستید بخونید، مثالش یعنی اون کامپوننتش توی گراسپر پلاگینش هست، اوپاسوم، موش خورما فکر کنم یا موش صحرایی، اوپاسوم. بعد کلی پیپر راجبش هست که توضیح دادم، خیلی مثلا دو سال پیش هم خیلی جوایز زیادی بردن. بنابراین بخواییم بریم سوروگیت بیس چیه بخونید، راجب دایرکت بیس توضیح دادم و گوت رو به عنوان مثال تکنیکیش بهتون معرفی کردم. هوریستیکا الان میخواییم بریم توش. اولین هوریستیکی که میخواییم مطرح کنیم همین الگوژنتیکه، که اولین بار روی کرده ژنتیکی برخورد کردن با مسائل از دهه 60 و 70 در واقع ایدهش مطرح شده بود، تا اینکه دیگه در واقع اون ایمپلیمنت شدنش واقعا از حدود ابتدای 1190 داره انجام میشه. قبل اینکه بریم ببینیم در واقع چه جوری داره کار میکنه، پروزنکاز یعنی خوبی ها و بدی ها، ببین الگوریتم ژنتیک از کندترین اتفاقات تقریبا مثلا دنیای کامپیوتر محسوب میشه، یعنی خودش هم میگه دد اسلو. یعنی الگوریتم ژنتیک حداقل برای اینکه جواب قابل اتکایی داشته باشه باید رو اوردر 20000 30000 40000 حدس بزنه. بنابراین حالا حساب کنید اگه آنالیز CFT دارید انجام میدید که هر کدومش 2 ساعت و نیم طول میکشه، 30000 تا 2 ساعت و نیم طول میکشه. Do not guarantee solution دقیقا همون چیزیه که توضیح دادم خدمتون، مثل این حالت، حالتی که 10 نفر تو کلاس وجود دارن که ریاضی 20، شما دنبال بهترین آدم هستی که ریاضیش 20، خب اینجا 10 نفر وجود دارن، پس یعنی اینکه اصلا چه بدونم این مسئله شما اون اطراف تعریف نشده مقدار تابش. بنابراین ممکنه این الگوریتمه به جواب یگانه نرسد، بین چند تا جواب سرگردون بشه، مثلا هم بگه اکبر هم 20 شده، اصغر هم 20 شده، نمیدونم سارا هم 20 شده، زهرا هم 20 شده، این بین چند تا جواب گیر میکنه، نمیتونه یک جواب رو ارائه بده. و good enough value داره گفتیم، یعنی احتمال داره این پروسه خیلی خیلی طول بکشه، ولی شما وقتی به یه حدی از دقت رسیدین معمولا پروسه رو نگه میدارین. جز خوبی هاش هم این رو بدونید که شانس خرابکاری توش کمه، به این معنی که اگه این مسئلهی دارم که اصلا نمیدونم جواب یگانه دارد یا ندارد، نمیدونم شرایط مسئله قیودم رو به اندازه کافی طراحی کردم یا نکردم، کمترین شانس خرابکاری روی الگوریتم ژنتیک. خب حالا ببینید، الان میخوام برم راجع به الگوریتم ژنتیک صحبت کنم. چیزی که مهمه اینه که خب این الگوریتم ژنتیک رو که میتونید برین یه هفته وقت بذارین همه چیشو بخونید، ولی این دیدگاه حل مسئله به صورت ژنتیکی هستش که بر من جالبه. ببخشید یه لحظه، من از بچه های موضوع رو چک میکنم. میگم مثلا این که خیلی از بچه ها میان میگن که میخواییم خانه های قاجاری رو بررسی کنیم، نمیدونم خانه های فلان رو بررسی کنیم، یکی از رویکردهای جالبی که من همیشه به ذهنم میرسه بهشون پیشنهاد بدم این روی کرده اینه که آقا همه چیزایی که در اطراف اون میبینیم میشه براشون یک ژنی تعریف کرد. خب و این ژن‌ها رو
میشه به مثابه یک داده عددی بررسی کرد، میشه ازدواجشون داد، میشه کشتشون، میشه رشدشون داد و شروع کنیم اینجوری دنیای اطراف اون رو بررسی کنیم. یعنی وقتی من میگن که مثلا 100 تا خونه از زمان صفویه بررسی کردم بهم بگو کدومش خوبه، من مثلا یا اینکه اگر معماری صفوی ادامه پیدا میکرد به چه سمتی میرفت، من اصلا تنها چیزی که میاد تو ذهنم، البته میگم با دانش محدودی که من دارم، اینه که قوا بشین ژناشو در بیار، بشین واقعا همچین رویکردی داشته باشه. بنابراین اینجا این رویکرد رو هم در نظر داشته باشیم. ببینید ما یه فیتنس لندسکیپ داریم، هم فضای جوابه، اصلا تکسار نمیخواد اینجا بخونید، هم فضای جوابه. فرض کنید که من دنبال بهینه‌سازی یک بازشو هستم، بهینه‌سازی پنجره هستم بر اساس عمق نفوذ نور در فضا. یعنی چی؟ یعنی من یه اتاقی دارم که این ورش یه پنجره داره، بعد میخوام پنجره ها رو جوری بذارم که نور تا ته اتاق برسه. خب جای پنجره هم ثابت در نظر میگیریم برای اینکه این مثال درست در بیاد، طول پنجره با x نشون میدم و عرض پنجره پارامترهای منن. پس به ازای هر x و هر y اون آنالیز انجام میشه، یه اندازه برای من در میاد نور تا چقدر رفت، مثلا اسمشو میذاریم T. خب پس این در واقع وجه سوم، این بردار سوم، این T دیگه به ازای هر X و هر Y یک T داره در میاد، یعنی آفتاب چقدر رفت. خب تو این مثال فرض کنید که آفتاب هرچی بیشتر داخل بره بهتره و بنابراین من دنبال اینم که پیدا کنم این قله ها کجا. اتفاقی که توی الگوریتمیک میفته، خیلی بخوام اگه سرعت زیادتر بکنم، اینجوریه که با یک رندوم پاپولیشن شروع میشه داستان. یعنی شروع میکنه حدود 50 تا حدسه، حتی 50 تا رو من از اختاپوس خاطرم هست، اینجا نمیدونم چیه ولی تو اوردر همین 50 و 100 و 200 سعی میکنه تعدادی حدس تصادفی میزنه، از بین حدسای تصادفی نگاه میکنه ببینه کدوم ها جاهای بهتری هستن. جای بهتری هستن یعنی چی؟ یعنی تیه بالاتری دارن، اونها رو نگه میداره، بقیه اونایی که اوضاعشون خرابه رو حس میکنه. بعد در خلال یه سری عملیاتی مثل ازدواج و جهش ژنتیکی، نسل بعدی حدس ها رو اطراف حدس های خوب قبلی میزنه. یعنی چی؟ مثلا من قدیم حدس زده بودم 2-4 خوبن، این سری حول و حوش 3 دوباره قراره حدس بزنم. متوجه شدین؟ پس جواب های جدید، یعنی سمپلینگ های جدید، همیشه حول و حوش جواب خوب های نسل قبلی هستن. خب که دیگه خیلی سریع بخوام بگم بیس ژنتیکیش معلومه دیگه، مثلا یعنی چی شد این زرافه ها گردنشون دراز شد؟ میگن که خب همونجوری که آدم ها مثلا یه سری ورزشکارترن، یه سری بلندقدترن، یه سری سبزترن، یه سری سفیدترن، این زرافه ها هم بعضی ها گردنشون بلندتر بوده، بعد این برگای پایین خورده شده، برگای بالا فقط مونده بوده. بعد اونایی که به صورت همین جوری گردنشون بلندتر بوده، اونا تونستن غذا بخورن، زنده موندن، بعد تولید مثل کردن، بچه‌هاشون به پدر مادر رفتن دیگه. همونطور که الان میگن پدر مادرت قد بلنده، قدت بلند شده، اونم پدر مادر گردن بلنده، بچه گردن بلنده، بعد دوباره گردنش بلنده، اونم تونسته غذا بخوره. و حالا این وسط مثلا یه بچه کج هم در اومده، اون مثلا گردنش کوتاه بوده، اون نمیتونسته غذا بخوره، خب اون میمیره. خب برای این اصلا کل داستان تکوین و تکامل همینه دیگه، میگه ویژگی های، میگه ما میتونیم ویژگی های مطلوبمون رو استخراج کنیم تو نسل های مختلف، اونایی که ویژگی مطلوب ما رو دارن نگه داریم، بقیه اعضا رو بندازیم دور. داروین مثال حالا بامزه کفتر بازی در هند و لندن رو میزنه، مثل که اون موقع هم توی انگلستان کفتر بازی کار مرسوم بوده، هم توی هند. حالا من در واقع اطلاعاتم زیاد نیست، ولی چیزی که داروین توی کتاب میگه این هستش که اینا مثلا دوست داشتن که بتونن کبوتری درست بکنن که گردن بلندتری داره، میمدن چیکار میکردن؟ از بین 10 تا کبوتری که داشته گردن بلندترها رو با هم میت میکردن، با هم جفت میکردن،
و بچه اینا گردن بلند در می اومد. بنابراین اصلا داروین یکی از دو تا مبدع برای این فکری که به سرش زده معرفی میکنه، یکیشون کفتربازی، میگه اینا بلد بودن که کیفیت مطلوبی رو که دوست دارن در اون گونه خاص جانوری ایجاد بکنن و تقویت کنن. برای اینجا هم داریم همین کار میکنیم، کیفیت و گونه ای رو که دوست داریم داریم تقویتش میکنیم، بعدا رو میریزیم دور، خوبا رو نگه میداریم، خوبا با هم ازدواج میکنن بچه دار میشن. حالا اون اتفاقی که چی میشه، جواب های نسل بعدی که تولید میشن نصف شبیه بابا نصف شبیه مادرن رو من جلوتر توضیح میدم. بذارین اینجا مثلا توضیح بدم. در واقع چند اتفاق ممکنه برای یک جواب خوب بیفته. ممکنه این جواب خوب با این جواب خوب که ازدواج بکنن یه بچه داشته باشن که نصف جواب ها رو از پدر گرفته باشه، نصف جواب ها رو از مادر گرفته باشه، به این صورت که یه مستطیل 2 در 3، اون مثال پنجاهتون باشه، یه مستطیل مثلا 2 در 2 با یه مستطیل 4 در 4 ازدواج میکنه، 2 از این میاد 4 از این میاد، بچهش میشه مستطیل 2 در 4، پس من باید برم جواب 2 در 4م امتحان بکنم. این یه اتفاقی که میفته. یه اتفاق دیگه که میفته اینه که ژناشون رو با هم میانگین میگیرن، به این معنی که 2 در 2 با 4 در 4 ازدواج میکنه بچهشون میشه 3 در 3، پس من برم جواب 3 در 3 رو هم امتحان میکنم. خب مجموعه از همه این اتفاقات در واقع داره در الگوریتم میفته. من اینا رو که دارم در واقع اون زیر کاپوت این الگوریتم رو داریم باهاتون نگاه میکنیم، به خاطر اینکه پس فردا خواستین رو بنویسین بدونید که داره چه اتفاقی میفته. پس این میشه پروسه ازدواجشون. یعنی بعضی موقع ها ژن ها رو نصف میکنن، بعضی موقع ها ژن ها رو به نسبت غیر مساوی نصف میکنن، مثلا 80% از پدر گرفته میشه 20% از مادر گرفته میشه، بعضی موقع هم ژن ها رو میان چیز میکنن، میانگین میگیرن. گاهی یکی از ژن ها این وسط تغییر پیدا میکنه. به عنوان مثال اگه این ژن مادر باشه این ژن پدر باشه، کراسوور به این صورت هستش که نصفی رو از پدر، نصفی رو دقیقا از پدر، مثل ازدواج طبیعیه، نصفی رو از پدر میگیریم نصفی رو از مادر میگیریم. میوتیشن یعنی این که بعضی که نصفی رو از پدر نصفی رو از مادر گرفتیم، یه ژن رو میپرونیم، یه کلید رو عوض میکنیم، یه جهش ژنتیکی اتفاق میفته. خب حالا چرا در این مثال من باید جهش ژنتیکی روی بده؟ من که دارم میرم سمت جواب خوبا، چرا این وسط یهو مثلا یه سویچو بپرونم یه جواب چرتم امتحان، یه جواب چرتی به وجود بیاد که بخوام اصلا امتحانش بکنم؟ میوتیشن در واقع یکی از اون چیزهایی هستش که کمک میکنه شما در دامنه، در دام لوکال مینیما یا کمینه موضعی نیفتین. باخاطر اینکه اگه اشتباهی شما افتادی رو این قله هی داری چیز میکنی، شانس این که توی این جهش ژنتیکی یه بچه کج اینجا بیفته، شما بری اینجا رو شروع کنم نگاه کردن رو میبریم بالا. خب برای این اون نکته که اول گفتم که شانس خراب کرد تو الگوریتم ژنتیک پایین هستش، به خاطر همین مکانیزم های مختلف جفتگیری و میوتیشن یا جهش ژنتیکی هست. خب پس همونطوری که گفتم در هر در هر مرحله بخشی از جواب‌های خوبتر رو نگه می‌داریم، اونها رو میت می‌کنیم، با هم ازدواج می‌کنن، بچه‌هاشون از اون راهایی که به وجود از اون راهی که توضیح دادم حدسای نسل بعدی رو تولید می‌کنن. حالا اینکه یه سوال بامزه فلسفی هم وجود داره، اینه که وقتی این همه حد زدی، خب طبق چه مکانیزمی، طبق چه سلکشن مکانیزمی میخوای تصمیم بگیری که مثلا من 50% بالای جوابامو نگه دارم یا همه رو نگه دارم؟ میدونین در واقع سوال اینه که چند درصد خوب جامعه شانس جفتگیری داشته باشن اون جامعه به سمت تعالی میره. مثل اونی که بگیم که ما مثلا برای اینکه تو 10 نسل ایرانی ها رو مثلا خیلی خوب بکنیم، بگیم که مثلا اونایی که مدال المپیک دارن
بیان با اونایی که استاد دانشگاهن مثلا ازدواج کنن، مثلا 10% بالای جامعه فقط ازدواج کنن، اینا بچه‌هاشون مثلا خوب در بیاد و مثلا اصلاح ژنتیکی بکنیم. خب بنابراین این سوال که من چند درصد جواب خوب رو نگه دارم سریعتر به جواب میرسم سوال بامزه ایه. چند تا جواب داره. یه جواب بامزهش اینه که توی قارچ ها اصلا اینا چیزن، اصلا اینا مطلوبیت میتینگ ندارن، یعنی اینا خوب باشن بد باشن این حرفا، چون هم خودشون جنس نرن هم خودشون جنس مادن، اینا کارشون میکنن، اینا جفتگیری میکنن. خب بنابراین سوال جالب اینه. و شما وقتی نگاه میکنید میبینید قارچ ها از چند میلیارد سال پیش تا الان اینا هم دیولپ شدن. پس نکته اینه، حتی اگه در این مسئله، حتی اگه واقعا اینجایی که برشی هزار تا حد زدی، حتی اگه جواب بدا رو حذفم نکنی، مثل قارچ میتونی رشد بکنی، یعنی بالاخره به سمت جواب میری ولی دیرتر میری. اوکی. بعد مثال دیگه‌ای که مثلا وجود داره اینه که اینا چی بودن؟ فوک؟ اسب آبی؟ اینا چیزن؟ شیر دریایی؟ خب اینا دقیقا 1% بالاییشون شانس دارن، یعنی مثلا 50% بالای جام بقیه میزنن، بقیه رو تیکه پاره میکنن، اونا فقط نسلشون چیز بکنن. اینا گفته میشه که اینا خب یه ذره دیولوپمنتشون سریع تر بوده. بنابراین این تقریبا یه موجه دیگه هم بگم، ولی اون چیزی که در واقع تو ارگوژتیک استفاده میشه اینه که شانس جفتگیری هرچه اون اعضا بیشتر بهتر باشن بیشتره، ولی ممکنه اعضای پایین تر هم شانس جفتگیری داشته باشن. یعنی عموما ما میریم اعضای خوب رو بیشتر انتخاب، حدسای خوبمون رو بیشتر نگه میداریم. خب اینجوری میتونیم بگی فقط حدسایی که از یه حدی بهترن رو نگه میدارم، بقیه رو اصلا فراموش میکنم. ولی اون اتفاقی که در عمل به نظر میرسه بهترین جواب رو میده اینه که ما به اعضای کمتر خوب هم شانس جفتگیری بدیم. حالا فکر میکنم یه ذره اینجا داریم زیاد پیچیده میشه. اگه میخواین اینجا شما یه سوال بپرسین تا من بهم چقدر دیگه میشه ادامه دارم. آها، و اینکه احتمالا اردش یه کمکی بده، من شاید جایی رو سخت توضیح داده باشم. نه فکر میکنم همش خیلی واضح بود دیگه. کسی سوالی داره؟ لطفا این سوالی نداری نه بقیل بگیم که نداریم لطفا هم بشیم فهمیدیم. خوب بود، خیر نداریم. عصبانی شد نهال. خوب بود، نداریم، خیر. خیلی خوب، این قضیه احتمالا با یک مثال خیلی بهتر متوجهش میشیم. مثالی که واقعا حالا جلسه دیگه احتمالا به صورت واقعی ببینیم این پروسه رو. ولی خب کلیت قضیه رو آرمون نظرم خیلی عالی توضیح داد و الان دیگه چیز زیادی برای سوال نمیمونه. خیلی بحث چون شبیه سازی از یه الگوریتم ژنتیکه، مسئلهش اینه که خب ژنتیک خیلی کند میشه، یعنی بیارت ها سال شاید طول بکشه تا یک چیزی دیولوب شه، یا حداقل در مورد مثلا حیات که صحبت میکنیم رو کره زمین داریم در مورد میلیون ها سال صحبت میکنیم. این قضیه رو چون داریم شبیه سازی میکنیم و نمیخوایم هم اونقدر کند باشه که یک میلیون سال طول بکشه یک چیزی رو پیدا کنیم، داریم مرتب از گوشه کنارش میذاریم، یعنی الگوریتم رو ساده سازی میکنیم، اتفاقای طبیعی رو هم ساده سازی میکنیم. یه جورایی باید بالانس بین این رو پیدا کنیم که چقدر ساده سازی کنیم یا دقیقا از چه بخش هایی از طبیعت الهام بگیریم تا بتونیم در سریع ترین حالت ممکن به بهترین جواب ممکن برسیم. بکنم تایممون هم همون شد. آره آره درسته. من حقیقتش میخوام چند تا کیورد بدم که بچه ها سرچ بکنن بعد در میسپوریم به شما. بچه چیزی که در عمل خیلی مجبور میشید توی پایان نامه و این حرف ازش استفاده کنید، یا شما مجبور میشید از اوپسوم استفاده کنید وقتی آنالیزتون خیلی وقت گیر میشه، فرض بر اینه که خب شما نمیخواید یه الگوریتم جدید خودتون کد بکنید، خب
حالا میکنید هم دستتون درد نکنه، ولی واقعا صورت کار بردم، یا میخواید بید اوپسوم بخونید، میرید مقالات اون رو میخونید. اوپسوم بر اساس ساروگیت بیس مدل، یه مقدارم سخت مقالاتش، برای اینکه یه ذره اول موتورتون روشن شه برید SPA2 رو بخونید. فکر میکنم حتی کانتنت فارسی هم براش وجود داره، اسمش همین بود، بهینه‌سازی چند معیاره بر اساس قوت پارتو. پارتو هم یه عبارت ریاضیاتی که بخونید راحت متوجه میشید چیه. اختاپوس که بر اساس SPA2 کار میکنه یک الگوریتم مولتی ابجکتیو، یعنی شما تو پایان‌نامه‌تون اگه بخواید چند معیار بهینه‌سازی بکنید معمولا باید برید اختاپوس استفاده کنید، اگه سینگل ابجکتیو بخواید استفاده کنید GA استفاده میکنید، جنریک الگوریتم استفاده میکنید. و امیدوارم توی این درس گفتارمون به بحث سوار من برسیم. بعد که به سوار رسیدیم با PSO هم احتمالاً با الگوریتم پارتیکل سوار اپتیمیزیشن هم آشنا میشیم. پس لطف میکنید که اینها رو میخونید مفصل برای جلسات آینده. من همین. اردشی شما چیزی نکته ای؟ مرسی. اوکی. یا اینکه جلسه بعد احتمالا هم هنزانتر بشیم. یه توضیحات و یک سری پای بیشتر براتون خواهیم زد، هم در این خط چشم خاطر طرح شد بحث طراحی که مطرح میشه و کل روزی دیجیتال هم از اون سمت دیگه در حوزه دیجیتال دست مطرح شد. روی این دوتا یکم پرکتیکال تر یکم هنزان تر صحبت خواهیم کرد باتون و میگم بعدش از شما هم یک سری چیز بخوام تجربه داشته باشم که بسیار فکرم در تجربه باقی که خودشون دار حداقل هر جا سطح پایین یا سطح بالا قضیه درگیر بشم بهتر قضیه کمک خواهد کرد. آره. حتی مثلا شاید اینا رو بتوی ما هم ترکیب بکنیم، بگیم مثلا یه هم ببخش بگو صدات یه ذره ضعیفه هردش. میخواستم بگم که میتونیم شما یه مثلا یه تسک 3D پرینتینگ دارید، ولی الان دارم فکر میکنم که شاید تسک 3D پرینتینگ با اپتیمیزیشن کار بکنیم. مثلا ازتون بخوایم اورینتیشن قطعه رو جوری زیر دستگاه بذاریم که مقدار ساپورتی که میخواد مینیمم بشه. این خیلی کار متعارفیه، وقتی میخوان این لیوان رو پرینت بکنن تصمیم میگیرن که مثلا اگه اینجوری بذارم اینقدر الان این واقعا ساپورت نمیخواد، ولی یه شکل پیچیده رو میخوام پرینت بکنن انقدر میچرخوننش تا مثلا به این نتیجه میرسن آخر سر آقا این لیوان رو باید اینجوری پرینت کرد، خب واسه اینکه اینجوری حجم پلاستیک کمتری دارن چیز میکنن. خب همین طولایی که الان دیگه باش آشنا هستیم کار میکنن. خب فکر میکنم این جلسه کافیه، مراقب خودتون باشید. یه سوال هم هست فقط این راست چانس پارتو یعنی نمودار پارتو رو میدونم، نمودار پارتو میدونم چیه ولی خود اصطلاح پارتو اگه بگم من میتونم در موردش حضورت اینتویسی دیبه یه زرایی که بیشتر از فیل ریاضیات و استفاده خیلی زیادش هم تو بحث گیم تئوریه، اصولا به استراتژی میگیم استراتژی پارتو یا به جوابی میگیم جواب پارتو که به نفع همه باشه. حالا یه اصطلاحاتش زیاده، پارتو داریم، پارتو دومیننس داریم، مثلا یک جواب پارتو دومیننس اگه برای همه بهتر باشه، یک جواب پارتو اگه برای بیشتر جامعه بهتر باشه. اصطلاحی خیلی به قضیه نکنیم. آره من فکر میکنم شما توضیح پارتو رو دارید با قوت پارتو اشتباه میگیرید. شما به این بیشتر رو زهر بگیریم یه نگاهی بکنید SPA2 رو متوجه میشه، حتی تکنیکال داکیومنتیشن هم داره. خب پس مراقب خودتون باشید تا هفته آینده که دور چهارشنبه هستیم. خدا نگهدار. بسه نمیشه.
هفت پیپل آر تایپینگ چی شد دم آخری؟